بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 10 ماه آبان سال 1398، برابر است با 1 نوامبر سال 2019 میلادی. همونجوری که در یکی دو روز گذشته و حتی در 3-4 روز قبلش من در برنامه ها گفتم، امروز خبر خوبی براتون دارم که باز با دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شدند و آمدند و گفتند ماجرای داستان زندگیشون که با چه امید و آرزو و اهدافی رفتند و دیدند که این یک ببر کاغذی بیش نیست و این سازمان تبدیل شده به یک فرقه، تصمیم گرفتن جدا بشن. متاسفانه سازمان اینها رو مورد ایذا و اذیت و آزار و تهمت و افترا و اینها قرار داده و یکی از دوستانی که خیلی فعالیت میکرد در قسمت‌های حقوقی و اینها، هم به دلیل اینکه زبان انگلیسی میدونن، هم اینکه ایشون به اصطلاح اونجا با دوستان ژورنالیست و خبرنگار تونسته بود رابطه برقرار کنه، آقای حسن حیرانی هستن که ایشون رو در برنامه‌های قبلم دیدید، ویدیوهاشون موجود هست و میتونید چه از کانون آوا چه از تلویزیون مردم اون ویدیوهای قبلی هم مربوط به آقای حیرانی هم به دوستان دیگر را تماشا کنید و اگر در اون مورد سوالی یا نظری دارید، این دوستان با آغوش باز و با گوش شنوا منتظر نظرات شما هستند و درست برعکس سازمان مجاهدین که خود گوید و خود خندد، اینها همیشه گفتن دیگران هم حق دارن. حتی سازمان مجاهدین رو هم دعوت کردن به مناظره یا به اصطلاح چلنج کردن. من بیش از این صحبت نمی کنم. آقای حیرانی خیلی خوش آمدید بعد از یک وقفه کوتاه که در پخش برنامه های کانون آوا از تلویزیون مردم بود. به شما و دوستان دیگه هم سلام می کنم، هم خوش آمد میگم. اگه شما لطف کنید مقداری از وضعیت حقوقی افراد جدا شده در آلبانی رو برای ما توضیح بدید تا من بعد سوالاتی رو که هم دوستان فرستادن هم تاپیک برنامه بوده اونها رو مطرح کنم و شما مثل همیشه به قول آمریکایی ها الابوریت کنید یا باز و به اصطلاح برای ما توضیح بدید. خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب سربی عزیز و همچنین دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن. در رابطه با وضعیت افراد، خب همونطور که همه در جریان هستین، مدتیه که برنامه مردم تیوی پخش میشد و در این مدت هم حوادث خیلی زیادی از برنامه گذشته که امیدوارم توی این برنامه و برنامه بعدی توی این دوست برنامه بشه این همه رو به اشتراک رسونیم. وضعیت نفرات الان اگر بخواین وضعیت حقوقیشون اگر بخواین، شما در جریان هستین که به هر حال فرقه رجوی در توطئه و کاشکنی علیه این نفرات از هیچ کاری فروگذار نکرده. الان نفرات تقریبا هیچ جوابی از هیچ ارگان مسئولی در آلمانی دریافت نمی کنند. مثلا الان برگه های اقامت اکثر افراد نیاز به آپدیت داره، اینا بروز نمی کنند. الان جواز کاری که برای 3 ماه با اون همه تحصانی که ما در مقابل بزرگ کشور انجام دادیم بالاخره به ما دادن، تاریخش تموم شده، اونا برای ما آپدیت نمی کنند. مسئله آیدی کارت بود که خود نماینده وزارت کشور سکر شهیدی در ملاقاتی که با آقای الکساندر بود فکر کنم آقای آمریکایی بود در سازمان ملل اینجا UN که قول داد که قرارش داریم برای اینا آیدی کارت سازم آیدی کارت زیرش زدن و تقریبا هیچ الان خیلی آدم رو پاسکاری میکنن بین اداره مهاجرت و وزارت کشور. مثلا نفر برای مثلا خود منم الان برگه اقامتم زمانش تمام شده، مراجعه میکنه به اداره اقامت، اداره اقامت وزارت کشور، وزارت کشور میگه بره اداره مهاجرت. افراد میرن اداره مهاجرت، چند بار این رفت و برگشت انجام میشه، بعد باز میرن وزارت کشور، وزارت کشور میگه اداره مهاجرت. انایی میگه برگه ما چطوری میخواد؟ یه سری مدارک خواستن، مدارک رو دادیم. الان افراد در اداره امیگریشن که بروز کنن گفتن که نه
باید شما کانترکت پیپر بیارید، یعنی قولنامه ساختمون خونتون که کجاست. بچه‌ها میرن با کلی بدبختی تو اینجا خونه ها رو بدون قولنامه میرن اجاره میکنن که ارزون‌تر باشه چون تسک بالایی داره. میرن اجاره قولنامه میگیرن، قولنامه رو میبرن، باز الان یه بازی رو انداختن که ببینید فیش حقوقیتون رو بیارید. ببخشید آقای حیرانی، یعنی آلبانی ها منزلشون رو وقتی اجاره میدن سعی میکنن بدون قرارداد باشه که پرداخت مالیات روی اون درآمد نداشته باشه. بله. خب کشور فقیری هم هست، خوش میتونیم. بعد عرضم بزرگتون که الان خود من مثلا میخوام برم، میگم باشه خیلی خب میرم این مای چند ده یورو اضافه رو میدم مثلا کانترکت پیپر میگم، میخوایم بریم نوتوری یا همین محضر اینجا برای دانش آموز، اون میگه برگه اقامت باید داشته باشه، تمام میتونیم قرارداد اصلا امضا کنن. میریم به اینا میگیم، میگن دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. الان نفراتی که حتی تونستن موفق شدن قولنامه ببرن، قولنامه رو بردن اونجا، خب باشه آه این قولنامه ما، این محل سکونت، این برای ما برگه رو امضا کنیم، این آپدیت کنیم برگه اقامت ما رو، برداشتن بهشون میگن که نه، باید شما برید فیش حقوقیتون رو بیارید. شما کجا کار میکنید؟ ما باید بدونیم. افراد اکثر الان دارن کار میکنن، چون 6 ماه که داستانه رمسا و همه رو خبر دارید شما دیگه، هیچ درآمدی ندارن اکثر نفر از جوشکاری و نقاشی و بذارید برای دوستانی که ممکنه اون برنامه رو ندیده باشن یا فراموش کرده باشن این ماجرا رو بگیم که اون سازمان اون سازمانی که اونجا یه جورایی مسئول شما بود اونا رو بستن و جمع کردن و رفتن و حتی میشه گفت یه مقداری نفوذ سازمان مجاهدین این کار رو کرد، درسته؟ نه یه مقداری نبود، همش بود. خب من تخفیف دادم، خود کارمندای یو این میگفتن مثلا ما الان 15 سال سابقه کار داریم، ما مطلق هم مشابه پرونده شما رو مطالعه نداشتیم که سازمان ملل بیاد یه سری افراد رو از یک جایی به یک جایی بیاره و اونا رو بدون این که تحویل رسمی به جایی بدن یا کسی اونا رو بپذیر اصلا ولش کنن. ما حتی در یک از تحصیل که در مقابل یو این داشتی بوده آقا ما اصلا خیلی این اروپای شما گذشتیم، همه ما رو بردیم برگردن اون جایی که بودیم، میخوایم برگردیم عراق، شما ما رو از عراق نیاوردیم، این هم که دولت هم که ما رو قبول نمیکنه. قبلش گفته خب باشه این دولت اگر قبول نمیکنه، اگر نمیخواد، اگر نمیتونه، اگر که رابطه عاشق و معشوقی با این فرقه پیدا کرده نمیتونه ما رو بپذیره، خب باش. مگر کمیساریای عالی پرندگان ما رو مصاحبه نکرده در عراق؟ خیلی خوب همین افراد رو برداره به همین سفارت ها معرفی کنه، چند ده نفرم که بیشتر نیستن که گفتن آیا این کار شدنی نیست، که خود همون آیا لحساده بباره چرا کار سخت نیست اونو که زدن زیرش. حتی خود نفرات کمیساریا در اینجا به خود من گفتن، گفتن ما بارها به ژنو داریم گزارش میدیم که این افراد رو شما میگیم دیگه جوابشون رو ندیم، پرونده اشرف بسته شده، ما به اینا کاری نداریم، اینا وضعیتشون مشخص نیست، کسی اینا رو تحویل نگرفته که میگن شما به این چیزا کاری نداشته باشید. خود اون رمسا رو هم بستن، کارمنداش هم اخراج کردن و کار به اینجا کشید. حتی دیگه کار به اونجا چیزی الله های نفر بکنه آقا مثلا برگردون به عراق، ما نخواستیم اینجا بمونیم، که گفتن نه مثلا عراق باز شما رو قبول نمی کنه. یک همچین وضعیتی ایجاد کرد که به موازات همونم از داخل فرقه هم برای ما پیام می اومد که این جواد خراسان در نشست ها یک رفتارهای جسرخیز های میمونی می کنه و خوشحال و فلان و پیام غضنفر همین مسئول جبیر هم خوندن و که بله اخراج بسته شدن کمیساریا در آلبانی بسا مهمتر از بسته شدن سفارت رژیم در آلبانی و اخراج کمیساریا از آلبانی خیلی خیلی مهمتر از اخراج سفیر رژیم ایران از آلبانی بوده. ببینید واقعا به چه درجه از پررویی و وقاحت در این کشور میرسن که از اون ور با لابی آیپک با تمام اون روابط زبانبندهای کثیفی که دارن اینجا رو از با فشاری که از ژنو میارن هر گونه حمایت از افراد بر میدارن، بعدش هم اونطوری برای مصرف داخلشون، یعنی حتی از داخل هم خود بچه ها ما میگفتن که هدف شما نیستید، هدف مایی.
آقای حیرانی، از اینجا چون حیله و شگرد این فرقه همینه که نفراتش رو در بنبست نگه داره، در عرضم حضور در هیچ گونه مثلا وضعیت حقوقی نداشته باشه. خب یعنی در برزخ و بلا تکلیفی باشن. آقای ایرانی شما از ایپک اسم بردید، برای دوستانی که این سازمان رو نمیشناسن بگید که این یه سازمان اسرائیلی گروه لابی و فشار هست که خیلی هم نفوذ داره و متاسفانه سازمان مجاهدین بعد از آویزان شدن به صدام و پادشاه عربستان سعودی و اردن و اینها، الان یه جورایی به اسرائیل هم خیلی وابسته هست که این اصلا خطرناکه، هم برای خودشون، اونم اسرائیلی که الان دولتش به اصطلاح وضعیت مشخصی نداره، آقای نتانیاهویی که تکلیف خودش و خانوادش در دادگاه ها نامعلومه. شما راجع به وضعیت خودتون و دوستان که صحبت میکنی، تا اونجایی که ما میدونی وقتی یه نفر پناهنده هست، سازمان ملل به خاطر اون رجیستریشن ها، ثبت نام هایی که هست و اینها، به اون دولت کمک میکنه، یعنی مخارجی رو میده. چجوری تو این کشور با شما این رفتار رو میکنن؟ خود این حاکی از بیقانونی مملکت های فقیر هست، چون فقر و فساد باعث میشه که این مملکت ها قانون رو هم زیر پا بذارن. به نظر میرسه که آلبانی با وجودی که در اروپا هست ولی بویی از کشورهای اروپایی نبرده و بیشتر مثل کشورهای جهان سوم عمل میکنه. درست میگم در رابطه با این موضوع؟ الان برای در تایید همین حرف شما جناب صوبی، برای همین نشست اتحادیه اروپا هست. بله. خود آلبانی و همین مقدونی شمالی رو دعوت نکردن دیگه. الان صربستان و همین مونتنگرو بوسنی اینا رو دعوت کردن، ولی اینا رو دعوت نکردن چون اینا در راستای فساد زدایی در کشورشون عمل نکردن. برای همین اون هم حالا هزینه که از اروپا، کشوری که به هر حال مافیایی داره اداره میشه، خیلی خانه ها تویولداریه، یعنی ارگان های اداری، بعد کشور فقیره، تمام میشه با پاکستان و اروپاست. خب حقوق یک سرهنگ تو این کشور نزدیک بین 45 تا 50 هزار لک، مباب اطلاع تو 61 هزار لک میشه 500 لک. خب وقتی فرقه نماینده هایی داره که ما نفر مستقیم که دیده این کارا رو دارن میکنن برای ما گفته، وقتی نماینده های فرقه همین حسن نایب آقایی ها و بقیه شون اینا پوکت های نامی توش 10 تا 500 یورو میذارن، و اون نفری که برای ما صحبت میکرد اون وکیله میگفتش که open any door، هر دیر رو اینا دارن باز میکنن. خب اون 5000 یورو تو اون پاکت 10 تا 500 یورویی توی این کشور میشه حقوق یک سال یک سرهنگ این مملکت. یک سال که طرف روز 7-8-10 ساعت بره کار کنه اینقدر پول 10 تا اسکناس 500 یورویی بهش میده. خب وقتی این میده، خب اصلا اونم براش مهم نیستش که جنازه مالک شرایی رو چجوری نصف شب از توی بیمارستان و توی پزشک قانونی کشیدن بیرون، ساعت 2 شب خورشید طلوع نکرده طرف رو دفنش کردن. مگه اصلا شب اونجا، من خودم رفتم اونجا چیکار، مگه شب اونجا بازه؟ اصلا چجوری ساعت 2 شب اون در رو باز کردن؟ اونا پول میدن این در رو باز میکنن، جسد رو میکشن، چون خانوادش درخواست کرده بود که از طریق سازمان ملل جسد برگرده ایران، اینا به صبح نکشیده طرف رو دفنش کردن، نه مراسمی نه چی، عکس فقط زدن توی. خیلی ممنون. این هفته اخیر بیشتر مثل که تبلیغات منفی و اینا بوده، میخوان یه مقدار بیشتر توضیح بدین؟ بله. قبلش من اون ادامه صحبتم نگفتمون. بفهم. افراد برای همین آپدیت برگه اقامتشون که یه برگه آچار که عکس زده خیر سرجون چیزی خاصی هم نداره، الان که میرن بعد مثلا اونه که قلامه رفتن تهیه کردن و با ازازت بود برداشتن، میگن که فیش حقوقی برداریم بیاریم. فیش حقوقی از کجا بیاریم؟ مگر ما اینجا آیدی کارت داریم که بیتونیم مثلا استخدام بشیم جایی؟ ما افراد همه دارن کار میکنن، محل کارشون مشخصه، آهنگری، نقاشی، جوازسازی، اینا داریم کار میکنیم، پول میبینیم، نگاه کنیم دیگه، ما فیش حقوقی از کجا بیاریم؟ میگن نه، ما باید شما چقدر حقوق میگیریم، چجوری خرج میکنیم، چقدر خرج میکنیم، چیکار میکنیم؟ بعد عرضم حضورتون که چطوره که ما حتی، اینم داخل پرانتز بگم، ما حتی مثلا یک پول میخواییم بریم بگیریم از مونوگرام یا
وسترینیون یا پولیتوان برای 500 یورو میگن که سورسشو بگو، منبع این پول کجاست، چجوریه که در حد چند صد یورو که هزینه دو ماه زندگی ما میشه ما باید به منبعشو به شما بگیم و اونطوری تیاره یک متر مکعب دلار از ریاض بلند میشه میاد تو فرودگاه تیرانا میشینه که باهاش این مزرعه حیوانات رو بسازن، آب از آب تکون نمیخوره، چجوریه که مثلا برای چند سال یورو بعد آدم ها باید نفرات ما هم باید برن پیش حقوقی بیارن، بعد این پولایی که اینجا داره خرج میشه از کجا داره میاد، از کدوم ارتباط مالی داره، از کدوم بانک، از کدوم شریان اقتصادی داره پولا وارد میشه، چطوری برای اونا هم چه قوانینی نیستش؟ اگه اینقدر این کشور قانون مداره که برای چند سال یورو هم ما باید بریم محل منبع پول رو بگیم، خب چرا برای اونا این کار رو نمی کنن؟ خب حتما خب سیبیلاشون چپ شده از یه جایی. این وضعیت الان ادامه داره. من حتی خودم برای همین بیزینسی که میخواستم بزنم خب نه اجازه بیزینس به ما دادن، حتی اجازه بیزینس من خیلی مراجعه کردم، آه من میخوام بیزینسی بزنم، میگفتن نه ما در حد همین اجازه کار به شما دادیم، خودم با این اجازه کارم نمیتونم بیزینس دارم، نکنه تو انتظار داری من برم کارگر کارواش بشم برای تو ماشین بشورم. بعد میگه که نه نفر تو بذار کشور و آره مگه آلبانی ها این کار رو نمیدونه این کار رو میکنن، نه من نمیدونم اینجا این کار رو بکنم، من میگه ناراحتیم برین از اینجا، نفر به تو ربطی نداره که من برم یا بمونم، به دعوت تو هم من به این کشور نیومدم، کما اینکه این کشور تو هم انتخاب ما نبوده، یه زد و بندی بوده بین آمریکا و یکی از گروه های مزدورش که همین فرقه باشه که اربابش رو عوض کرده بعد از مرگ صدام ما رو آوردن اینجا، بعد حالا تو اومدی برای ما یک در این حالت بیقانون ما رو نگه داشتی اینجا که یک وضعیت باشه. حالا به موازات همینم همین دو هفته پیش جواد فرازان یک نشستی داشته که با کلی جست و خیزهای میمونوار که بله و دوستانمون همه در وزارت کشور گفتن که اصلا جواب این بریده ها رو نمیدیم و اصلا جوابشون رو نمیدن و همچنین بلا تکلیف موندن و در به در و آماره و بیچاره و بعض بشتن که از کشور فرار کردن توی کشورهای همسایه توی این کمپ های غیر استاندارد آماره و بیچاره شدن و و ببینید چقدر رقبار جواد بازان تو نشستش برمیداره میگه که شما که بخش از پیام همین غضنفر هم بوده که شما با پایداریتون در این اشرف سه دنیا و آخرت خودتون رو تضمین کردیم، چرا که میبینید چجوری وضعیت من مسئله سنفی رو تو سر نفر بزنه که دنیا و آخرتتون رو تضمین کردیم، چون این نفراتی که از اینجا رفتن بیرون بعد عرضم حضورتون که حتی رژیم هم به اینا محلی نمیذاره و اینا همه در به درن و حتی برای لباس و غذاشون موندن و کلی از این و فقط برای اینکه آدم ها رو بترسن و اگه از اینجا پاتو بذاره بیرون از گرسنگی میمیره، اولا که ماشون از گرسنگی نموردیم، هر کس هم به حد توانش شغل پیدا کرده داره کار میکنن. ما خودمونم عرضم حضورتون خب همینجا حالا در ادامه صحبت میکنیم که بچه ها چطوری دارن کار میکنن. بفرمایید. خیلی ممنون، دوستان آمدن و می نویستن، من دارم نوشته های اونها رو هم می خونم، اگه اجازه بدید بعدا اون نوشته ها رو هم چیز میکنیم. مثلا یکی از دوستان آقای حجاری نوشتن که من کارها رو برای گرفتن کارت اقامت انجام دادم، هر وقت به پلیس مراجعه میکنم میگویند هنوز اسم شما از وزارت کشور نیامده. بعد دوست دیگه نوشتن که ما اینجا آقای هادی سنیخانی نوشتن آقای سوربی از بهترین مکان برای ما در آلبانی که کار میکنیم ماهیانه 200 یورو هست که کفاف 15 روز زندگی همون را در آلبانی نمیدهد یا میدهد آسان است و بسیار در کار هم به ما بی احترامی میکنه. شما گفتید که بهتون میگن اگر نمیخواین برین و یادم میاد که شما قبلا هم تلاش میکردید که اجازه کارواش و اینا بگیرید ولی مشکلاتی براتون درست کرده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این به اصطلاح ماجراها اینها نمیشه دستمایه برای توطئه‌های بعدی بر علیه شما و از طرفی هم برای مصرف داخلی و ترساندن نفرات درون تشکیلات، چون به نظر میرسه که
سازمان مجاهدین واقعا هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با آخوند و رژیم جمهوری اسلامی و حکومت ایران نداره، فقط گیر داده به شما حتی تو سالات بعدی این هست که چرا شما رو به عنوان تروریست معرفی کرده و خواهان اخراج شما شدن از آلبانی. البته درباره این به یک مقدار بیشتر صحبت کنید که آیا این کارهایی که میکنن به اصطلاح دستمایه‌ای میشه برای که توطئه کنن و نفرات داخلی رو بترسونن، از به قول معروف شما رو چوب میکنن به پای اونا میزنن، یه همچین چیزی بفرم. این گفتیم تروریست، تقریبا دو سه روز پیش یک خانم گزارشگر ریپورتاجی از یکی از همین شبکه‌های آلبانی با فیلم بردار اینها اومده بود، بعد گفت من با هم ایرانی پیدا شده از امیکی اصلا این فرقه میخوام صحبت کنم، بعد این صحبت کرد از آدم ها که چرا جدا شدین و مثلا آدم توضیح میدادن، بعد گفتش که من دنبال همین سه تا تروریستی هستم که علی صفوی اعلام کرده، اونا کجان؟ گفت ما هستیم، اتفاقا من بودم و رحمانم بود و هم بود، گفت ما هستیم. بعد اینقدر جواب گفت ای شما همون تروریستی هستین که علی صفوی گفته بود؟ گفتم که بله. بعد در انتها حالا غلامرضا هم اومد دیگه یه عکسی یادگاری هم گفت، من مثلا سه تا تروریست باشتم یه عکس یادگاری هم داشته باشیم با هم دیگه که عکسشو فرستادم برای شما. بعد عرضم بزرگتون که این کار شعبده بازی خنده بازی خود فرقه، الان اگه امکانش باشه مثلا شما هم مصاحبه مال رئیس پلیس آلبانی که چقدر مصنوعی یک متنی رو بهش دادن اومده میخونه، بعد عرضم بزرگتون، بعد خبرنگار سوال میکنه که خب آیا اینا کاری کردن؟ میگه که نه. آیا شما کسی دستگیر کردین؟ میگه نه. بعد پس چی شده؟ من دارم این عکسی رو نشون میدم که چند تا از دوستان دور میز نشستن و به نظر میرسه یه حیاتی جایی هست، این رو اگه میشه مقداری توضیح بدید که چیه، این همون نشستی که شما داشتید با اون خبرنگار یا چیه موضوع این؟ توی اون برنامه؟ تو اون برنامه ما رو نشون نداده بود بله. علی صفوی اون مصاحبه بعدیش بود، ولی اون یکی از نفراتی که نشون میده کفاشان، بعد این تو نروژ الان، اگر واقعا این نفر تروریست بوده برای یه کار تروریستی اومده اینجا، اینا اون توده تروریستی رو خونسا کردن، خب اگر اینطوری بوده واقعا، خب پس چرا همین اینترپول اطلاع ندادن؟ چرا اون نفر الان توی نروژه؟ چرا پلیس نروژ؟ تو اونا همه میدونن که همش بازیه، همش دروغه، اصلا بهای قائل نیستن برای این وضعیت مثلا حالا پلیس و سیگر سیگر سال، چون همه چیز داره با زد و بند انجام میشه. خب فرقه هم فرقه مافیایی که خب بهرش رو میبره، چون پولش که از سعودی میاد مشکل نداره، خب پول میده انبوی دروغ نه. خب این هدفش اینه که اولا که خب برای شاید برای یه آدم معمولی ترسناک باشه که مثلا توی تلویزیون یک کشور بیان اسمش به عنوان تروریست اعلام کنه. این الان فکر کرد مثلا الان چون نفراتی هم که میرن الان مستمریشون رو میگیرن برای ما میان تعریف کنه، میگه آره همین نفراتی میگن که آره آب تو لونه مورچه ریختیم همش رو. این فکر میکرد که الان مثلا اسم من اومدن توی شبکه رسمی کشور به ما تروریست اعلام کرد، الان ما بیت بیت میلرزیم که آره ما شدیم تروریست. نه ما اصلا بیدیم ایسیم بیم بادا بلرزیم. و این همون که گفتین بخشش هم استفاده داخلی خودشه و همچنین این دشمن تراشی و ایجاد دشمن که مثلا داره انگار یه مبارزه داره میکنه، کمان که همین جواد خراسان هم چند روز پیش باست روی یکی از همین نشسته که داخل فدرال گذاشته که آره ما به طرف حسابا دوستای مختلفمون در جناح‌های مختلف آلبانی گفتیم که برای ما دیگه مطلق قابل قبول نیست که رژیم ایران در آلبانی حضور داشته باشه، که منظور ما همین کسایی هستن که علیه ما صحبت میکنن، فیلری میکنن، اینا در واقع همه مزدورای رژیم هستن و این برای ما قابل قبول نیست، باید این وضعیت جمع بشه. حالا اینا رو هم که داخل مناسبات آقای حیرانی عذر میخوام از شما، این آقای صفوی که شما میگید فکر کنم ایشون بیشتر در آمریکا فعالیت میکنه به عنوان مثلا روابط خارجی اینها، و اگه اشتباه نکنم یه دفعه دو تا خبرنگار آمریکایی رفتن توی دفتر اینها
که به اصطلاح اونجورم که باید مشخص نیست و اینها، این آقا رو غافلگیر کردن و این آقا در رو میبست روشون و اینها، همون آدم هست و بله این همون. آها. این همون. حالا جالبه این که این یک صفوی خودش از فرماندهای کشتار اکراد در سال اون جنگ اول خلیج بوده. آها. خودش هم همچین دست و دل پاکی نداره، خودش هم حتی من یکی از همین افقهای خودم که فرمانده بود و این پست برام تعریف کرده بود که اون موقع تو کردستان بودم تو مسجدی که بودم، بعد میگفتش که حالا به فرمان داده شد من با گلوله تو به در مسجد زدم، حالا امامزاده مانند حالا شاید مسجد بوده که در مسجد باز بودیم، گلوله تانک رفت داخل، بعد دیگه یک عالمه آدم ریختم بیرون، همه موج گرفته بود اینا رو دیوانه شده بودن. حالا زیاد خیلی دقت انگیز بود تصاویر تعریف میکنم، ولی خب برای این اونجا فرمانده اون صحنه خود علی صفوی بود. بله خب حالا به خاطر اون خدمتش هم مقامی بهش دادن. این ماجرای همین شما را تروریست خوندن و اینها و اینکه همین آقای صفوی گویا خبرنگار فاکس نیوز رو آورده آلبانی برای جنگ تبلیغاتی و توطئه بر علیه شماها، این هم درسته دیگه نه؟ حالا فاکس نیوز هم که خب بالاخره شبکه خبری خودم لابی آیپک دیگه، مال همون است دیگه، اینا هم که باز خودشون دنبالچه‌های اون است. آره دیگه، در و تخته رو با هم جور میکنن آوردن اینجا که مثلا اونم برحال ساپورت خبریش کنه. حالا یه مدتی هم اینطوری البته ناگفته نمونه که تا اونجایی که ما خبر داریم مثلا توی یکی از مصاحبه‌هاش همین بهزاد صفاری برداشت شد به یکی از اساتید دانشگاه اینجا گفته بود که این مزدور رژیم ایرانه، چون که اون یک مقاله نقدی در رابطه با امریکایی نوشته بود که اون استاد رفته شکایت کرده که باشه من اگر مزدور سیکرت سرویس ایران هستم توی کشور خودم اینو خب ثابت کن. بعد عرضم حضورتون که اینو ثابت کن که برحال شکایت کردن و علی صفایی رو احضار میکنن به دادگاه و خیلی دستپاچه شدن. الانم یه سری دوستان وکیل ما هستن همینو با ما گفتن که ما الان در سر هستیم، حتی به صورت والنتری داوطلب گفتن بیاین ما این پرونده رو قبول میکنیم، از علی صفوی شکایت میکنیم، ما نمیتونه در بره از دست ما، بیا توی تلویزیون. کما این که ما همون روز شب که این کار رو کردن پخش کردن، ما فردا صبح شفیم جلوی همین تلویزیون ABC بود فکر کنم که ABC بود که این علی صفوی صحبت کرده بود، ما رفتیم جلوی همون شبکه گفتیم ما همون سه نفری هستیم که دیشب تلویزیون شما رو به ما تروریست اعلام کرده، ما دیدیم ببینیم که چی. بعد اصلا برداشتم حالا رحمان و یکی از بچه‌ها رفتن داخل و از اینا یه مصاحبه گرفتن، قول دادن که پخش کنن، البته هنوز پخش نکردن. ولی کلا این غلطای زیادی کردن اینجا مثل عراق نیستش که فرقه مومد اون کارها رو میکرد، اینجا کاملا قابل پیگیریه و علی صفوی هم باید به تو دادگاه جواب بده. باشه تو اگر میگه تروریستیم ما، خب باشه همین ثابت کن دیگه، باید یک فاکتی یک کاری یه عمل تروریستی ما باید انجام داده باشیم دیگه، یا قصدشو باید داشته باشیم دیگه. تمام اینکه بگذاریم که شما که خودتون در آدم کشی و جنایت که دست از جانی جنایتکار رو از پشت بستیم دیگه، حالا تو دیگه به ما نگو تروریست، و اینم کاملا قابل پیگیری قضاییه و خود اونو الان بیشتر دارن میلرزن و میترسن. آخه وقتی میگن تروریست باید یه اتفاق افتاده باشه بعد بگن اینا این کارو کردن، اینا در رابطه با چی همینجوری روی هوا به شما میگن تروریست دیگه؟ حالا به قول ما مشهدی ها سنگ مفت و چوک هم مفت بوده، این فکر کرده که همینطوری میتونه یک تیری به تاریکی بندازه و مثلا چندان ما رو بترسونه ما از میدون به در بریم، یا مثلا آقای چی شد چنان شد، یا از به قول شما از بعد دیگه مصرف داخلیش انجام بده. و چون به هر حال ببینیم اسلامی این حرف چیه، میگه تو آلبانی نمونید، چه به ماها چه به نفراتی که از خودش پول میگیرن. الان مثلا یکی از همین نفراتی که مثلا ازدواج هم کرده از نفرات خودش که
ارزم به حضورتون که حقوق بگیر خودشه، اصلا نفرت خودشه. این ازدواج کرده یقش رو گرفتن، مثلا موقعی که رفته بگیر نه تو بی خود کردی ازدواج کردی، حق نداشت ازدواج کنیم. نگفت خب به شما چی مربوط، مثلا سادم آدم بیرون دلم خواسته. گفتن نه اصلا ازدواج تو غیر قانونیه. و گفته نه تو ما رفتیم مسجد فلان جا مثلا سب شده فلان، نه بذاری کشور که قبول نمی کنه. اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا علت چیه؟ علت اینه که این فرقه با تهدید با تکمی تلاشش اینه که افراد از آلمانی برن. حتی نفرات خود این فرقه که از این فرقه مثلا هوادار این فرقه هستن یا پول دارن فرقه میگیرن، بیرون بودن از تشکیلات این فرقه در خاک آلمانی یه توف سربالایی تو صورت خود این فرقه. ببین چون به حال این افراد ما کمان که خبرنگار زیاد اینا اومده بودن اینجا، ما همش اینا گفتیم کن اصلا ما بیاییم از همین در و همسایی ما توی منطقه فرسکو تیرانا میشینیم، بیاییم سوال کنیم در مورد ما. ما توی این مدت یه سال دو سال سه سال چهار سال که بچه میشستم، خب اینا از ما چی دیدن، خوبی دیدن بدی دیدن چجوریه؟ ما خود ما مثلا توی این در و همسایه های خودمون خب خیلی ها وضعیت ما رو میدونن، میدونن که این فرقه چیزی رو آدم رو داره زن کنه. حتی مثلا من خودم که تونستم یه بیزینس انهای باز کنم، صاحب این مکان 40% تخفیف داد در اجاره این مکان که ما بتونیم باز کنم. جواز به من نمیدادن یکی از همسایه هامون که آقای بازنشسته ایه، به اسم اون دفعه این جواز رو که توی یک کشور خارجی چی همچین کاری رو میکنه، همچین مسئولیتی رو میپذیره، که به اسم اون رفتیم جواز باز کردیم انهای خوبی بزنس بازن. یا خیلی های دیگه همینطور. حالا هر نفری که از فرقه بیرونه و یک سند افشای ماهیت درونی این فرقه است. حتی همین خبرنگاره، مثلا خبرنگار مختلف توی این یه هفته خبرنگار زیادی با ما صحبت میکنن، زنگ میزنن تماس میگیرن از راه مختلف توی فرقه اومده یک کاری کرده، بعد بیشتر این شبکه خبری اینجا رو کنجکاف کرده در رابطه ای ما، چون همین همچون اومدن یک چیز رو همچون پروندن تروریست. خب یه موضوع جنجالی میشه توی یک کشور به این کوچیکی که اصلا زیاد اخبار داغی نداره، خب یک سوژه میشه که تمرکز میکنن. خب خیلی متواضعه. مثلا ما همشون هم گفتم واقعا شما الان با ما مثلا صحبت میکنید، خب شما لطفا با همین دوربینتون برید جلوی همین مزرعه حیوانات ببینید چه برخوردی با شما میکنه، و شما خودتون قضاوت کنید. و واقعا همین کاری میکنم و به قضاوت نیستم، به حرفای ما میرسن. خب که یه فرقه ایه که با یه فرقه ای مواجه هستن، با یه سکت مواجه هستن که مثل همه فرقه های دیگه در دنیا از همون قانون پیروی میکنن. نمیخوان بیرون از این فرقه بفهمن که در درون این فرقه چی میگذره، و نه میخوان که نفرات درون خودشون بدونن بیرون از فرقه چی میگذره. این ماهیت همه فرقه هاست که این فرقه رجوی هم خب از همین قانون داره پیروی میکنه. حالا هر نفری که بیرون از فرقه هست خودش یک سند افشایی برای این فرقه، چون برحال با هر کسی که صحبت بکنن ولو همینهایی که از فرقه حقوق میگیرن مثلا ازش میپرسن که خب شما چرا از فرقه جدا شدی؟ طرف جوابش چیه؟ اون که نمیگه لکن آنها خوب بودن و من بد بودم، مثلا من توان مبارزه نداشتم. خب اون مشکلاتی که تو فرقه رو بوده اون سینه توراتش باز میشه، اون رازهای سر به مهر اون مزرعه حیوانات بیرون میزنه. خب این برای چهره فرقه خوب نیست. کما که فرقه الان من حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی از موقعی که فرقه از عراق به اینجا مثلا منتقل شد مثلا چند صد نفری جدا شدن تا الان. ولی مثلا خب آمار ما الان شاید 50 نفر باشه، 40-50 نفری. خب با تمام تلاش حتی خود منو به شیوه غیر مستقیم به هم مراجعه کرده بودن که بیا یه کارت آیدی کارتی برات عکس خودتو پیدا کردیم و از مرز رد شو، بعد توی کرواسی وایستا یک خانمی میاد دنبالت تو رو سوار ماشین میکنه مستقیما تو آلمان تو رو پیاده میکنه. حتی خود من مفتم اجلی میخواستم من رو برم آلمان، حتی سوای این حتی نفر وزارت کشور اومد با خود من صحبت کرد، گفتش که شما هر موقع دلت بخواد ما خودمون قاچاقچی امن داریم که شما رو میبره یونان. فکر نمی‌کنی
فکر نمی کنید این ممکنه یه دسیسه بوده باشه که شما این کار غیر قانونی رو انجام بدین، بعد اونجا رو بگیرنتون، دیگه به اصطلاح دولت اونجا هم میگه شما قانون شکن هستید؟ نه، اینا اصلا هدفشون چیه؟ میگن که حتی همین نفرات که الان تو کشور دیگه گیر کردن، اینا هدفشون چیه؟ یا فقط تو آلمانی نباش، خب یه در باغ سبز نشون میدن، یه خنده، یه پولی برای تهدیدی، تکمیلی پولی به نفر میدن، مثلا نفر میره مثلا آقا تو سرمستان، تو بوسنی یا تو یونان گیر میکنه، بعد هر چی زنگ زنه آقا اینطوری شده، اینا پول میگن دیگه به ما ربطی نداره، تو همون کشور بمون. اینا اینجوریه. یعنی فقط با شما مشکل دارن که توی آلبانی هستید، اینجوری میگید شما؟ نه، حقیقتشو بخواین مثلا چرا با ازدواج مثلا نفرات خودشونم مخالفن؟ چون نفر میگه پاگیره، پابند اینجا میشه، اینو میخوای کسی اینجا نمونه، میخوان که برات، چون اگه کسی ازدواج بکنه مثلا صاحب فرزندی هم میشه، خب خود به خود اتومات میشه شهروند اینجا، اینو مطلق اینو نمیخوان، اون حالت بنبست میخوان ادامه داشته باشه. کسایی رو که هر زمان با تهدید و با تکمیل اینا میفرستن بره، فقط به خاطر اینکه اینجا کسی نباشه، حتی فقط تو آلمانی نباشه، اصلا بیرون از آلمانی در فقط ارزم هر بلایی سر شما مهم نیست، از خداش نباشه اصلا طرف تلف میشه. کما اینکه نفراتی که خودشون برداشتن با چه رزالت شوای کثیفی به دام کشوندن، بردن تو دفتر فرقه، همین حاجی عبدالله مسئول مستمری نفرات، یه دست نوازشی به سر صورت اینا کشید و پول داد و اینا رو فرستادن، همونا الان تو کشورهای دیگه به چه وضعیت فلاکتباری افتادن، ریالی دلاری برای اینا نفرستادن، حتی همونو برمیدارن چیکار میکنن؟ خوراک تبلیغاتی خودشون میکنن داخل مزرعه حیوانات برای بقیه که آره نفرات رفتن اینجوری گیر کردن و اینجوری شدن و به چه وضعیت فلاکتباری دارن، یعنی توی این کمپای غیر استاندارد افتادن، دارن از سرمایه سگ می‌لرزن، یعنی خودش مسبب این وضعیت و خودش با نفر توی این وضعیت نگه داشته، بعد خود میکشی حافظ رو، خود تعذیه می‌داری، بعد میاد اونطوری داخل، یعنی حرفش رو به نفر چی میکنه؟ از اینجا دنیا و آخرتتون تأمینه، آخرتتون رو که سید الرجال عالمین مسعود در روز محشر کبرا میاد برای شما، شما شفاعت میکنه، دنیاتون هم که خوب باشه، صبحونه نون پنیر، یه نهار عدس پلو، یه شام حالا کوکو سیب زمینی سبزی هم بهتون داریم میدیم، یه لباستون هم داریم میدیم، تو فروشگاه هم براتون تنقلات گذاشیم. آقای حیرانی، اولا خیلی ممنون، دوستان اینجا هستن، آقای بیدی، آقای کرمی، آقای بیت مشعل، و جالبه آقای بیت مشعل نوشته که اینها اول گفتن که ماها دزد هستیم، بعد گفتن ما باند مافیایی مخدر، مواد مخدر هستیم و ما چون تکان نخوردیم الان تروریسم شدیم. باز برمیگرده به این که به اصطلاح وجود شما چرا اینقدر اینها وحشت میکنن، که باز شما توضیح دادید که به اصطلاح یه جورایی برای اونایی که داخل هستن شماها میبینن میگن خب اینا دارن آزاد میگردن کار میکنن، تا دیروز لباس یونیفرم ارتشی اینجوری، الان به اصطلاح لباس و کراوات و شیک، و بعضیاشون حتی ازدواج میکنن. شما گفتید تو آلبانی از طریق ازدواج بهتون میتونن به اصطلاح اقامت دائم یا سیتیزنشیپ بدن، اینجوری اونجا قانون؟ بله، اگر که ازدواج میکنی، اگر متأهل باشی، یعنی با یه آلبانیایی ازدواج میکنی، همون کاری که با افغانستانی ها تو ایران الان کردن دیگه، یه قانون دیگه تصویب شده، تمام کسایی که در افغانستانی هایی که در ایران با یک ایرانی ازدواج کردن، چه مرد و چه زن و صاحب فرزند هستن، 5 سال از ورودشون گذشته، اینها به عنوان شهروند ایرانی تقریبا مثل قانون آمریکاست. بله، تقریبا مثل آمریکاست. آقای بیت مشعل، بله ببخشید، مثلا خب من 3 سال اینجا ایم، مثلا خب اگر ازدواج هم کنم، مثلا خب 2 سال یه صاحب فرزند میشن، خب هم با یه خانم آلمانی ازدواج کرده، هم صاحب فرزند شده، 5 سال هم از ورودش گذشته، بعد خود به خود دیگه آیدی کارت آلمانی رو میگیره. بله، آقای بیت مشعل میگه اصلا موضوع سرنگونی فراموش شده، الان کد 1 قرار دادن در دسترس فراموش شده، کد 1 قرار دادن جدا شده ها یا پرونده سازی علیه
اونهاست. خیلی ممنون، باز از دوستان تشکر میکنم. اگه لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن و اگر سوالی دارن یا نظری دارن یا میخوان در برنامه های آینده با کانون آوا باشن، میتونن تماس بگیرن با کانون آوا و هم وبسایت کانون آوا رو نشون میدیم اینجا الان هست، aava.association.com، هم فیسبوکشون با فارسی بنویسید کانون آوا پیدا میشه و میتونید باشون تماس بگیرید. یکی از دوستان گفته اگه امکان داره وقت برنامه رو بیشتر کنید تا جدا شده ها بتونن بیان بیشتر توضیح بدیم. ما همیشه گفتیم تلویزیون مردم از مردم برای مردم با مردم، خود دوستان هستن که باید با هم قرار بذارن و ببینن اگه میخوان بیان هفته‌ای، روزانه، هر جوری که دلشون میخواد صحبت کنن. خیلی هم ساده شده الان، امکانات بسیار زیاد شده، حتی با یه تلفن دستی شما میتونید برنامه داشته باشید یا ویدیو ضبط کنید. بیاین یه کمی جلو و چشم‌اندازی داشته باشید آقای حیرانی به آینده جدا شدگان در آلبانی. آینده این دوستان رو چگونه میبینید با توجه به توطئه‌هایی که دائم بر علیه شما و دیگران سازمان به اصطلاح اجرا میکنه؟ الان حضورتون که در رابطه با آینده و چشم‌اندازها، خب گذر زمان مشخص خواهد کرد، ولی خب برای فقط کافیه استقامت کنی از میدون به در نشی، حتما که پیروز میشی. ما هم به هر حال هرگم حضورتون که اگر میخواد تسلیم شرایط بشیم یا وقعی به این تهدیدهای فرقه بذاریم، خب تالا رفته بودیم ما. یعنی خیلی وقتا فکر میکنم به این که آیا شرایطی سختتر از این امکان داره وجود داشته باشه برای یک پناهجویی، پناهندهی، مهاجری. هرش نگاه میکنم نه، ما تنها مهاجره هستیم در دنیا که الان ما غیر از همون گواهی نامهی که من گرفتم آرسال، من هیچ مدرکی دیگه ندارم، نه من، بقیه هم همینطور، هیچ جوابی هم نمیدم. ولی خب الحمدلله نگاه هم میکنید به دلیل ارتباطات اجتماعی که برای توی این مدت ها برای یک سال سه سالی که بچه ها به تناوب از فرقه جداش آمدن، خب برای نون خودمون رو داریم در میاریم، داریم زندگی میکنیم اینجا. یعنی بهترین پشتوانه ما هم همین ارتباطات اجتماعی که داریم. مثلا خب همه نفراتی که توان کار دارن، خب برای هر کس به نوعی داره یک کاری میکنه. خب خودم فکر میکنم بهترین جواب ما به فرقه همینی که هرچی هم شرایط و اینا سخت‌تر کردن، خب ما وایستادیم دیگه. ولی اینکه این روند رو، چون فرقه یا این دولت هم درسته که الان بخش فاسدی از این دولت آلبانی، خب بازیچه دست این فرقه شده و خب، ولی خب این که نمیتونه مستمر ادامه داشته باشه، برای توی نقطه باید به یک حد تعیین تکلیفی برسه دیگه. از این بدتر هم دیگه بابا میخواد چه کار بکنن دیگه؟ ما رو اولا که آلبانی که انتخاب ما نبوده، در یک زد و بند توافق ما رو آورد اینجا، نه اجازه خروج میگه اینجا همون یو این کمیسره، نه ما رو به کشور دیگه معرفی کرده، کمان که قرار بود در وحلی اول آلبانی به عنوان سرطول امن برای استقرار نهایی در کشور سالس بشه، تو برداشت آورده همه ما رو اینجا. بعد در یک شرایطی که خواسته یکی یکی این فرقه است، یعنی شرایط اینا گام به گام عوض کرده تا به این نقطه رسوندن که خب این شرط هم نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. هر اتفاقی میفته، این کشور الان قانون دوبلین، پیمان دوبلین اضافه میشه، خب یک قوانین رو باید اجرا بکنه که خود به خود دیگه فرقه جایی نداره توش، عضو اتحادیه اروپا بشه، باز به نوعی، یعنی سیستم قضاییش جوین بشه به سیستم قضایی اتحادیه اروپا، باز شرعیه برای فرقه. الان یه حالت خودمختاری داره این کشور، خب بران فرقه فاسد رجبی هم داره استفادهشو میکنه. ولی این که این بخواد استمرار داشته باشه نه، و این که ما بخوایم زانو بزنیم، من اینکه نه، دوربرم
بچه‌ای که هستن نه بعید می‌دونم کسی بخواد تسلیم شرایط بشه، چون برای ما الان واقعیت چی بخواد تو نقطه صفر و زیر صفر هستیم، یعنی از این پایین تر ما چی فکر می‌کنم دیگه، مگه حس فیزیکی باشه که اینجا همچین امکانی وجود نداره برای فقه، بر دیگه ما الان تو نقطه صفر و زیر صفر هستیم، یعنی از این بدتر شرایطی متصور نیستی که از این بعد هر چی باشه ولو یه پلقی بالاتر از این، یعنی از این پایین تر دیگه نخواهد بود، یعنی پایین تر هرچی فکر می‌کنم دیگه چیکار می‌خوام بکنم، چیزی دیگه وجود نداره. بفرمایید. آقای حیرانی یه عکسی هست، چون شما انگلیسی میدونید من اینو میخونم به انگلیسی، نوشته علی صفوی and MEK fake news exposed in Albania. این ماجراش چیه؟ مثل که یه نشریه آلبانی بوده اینو نوشته که اینها خبرهای دروغ به اصطلاح منتشر میکردن، نه؟ بله احتمالا سر همین مصاحبه علی صفوی هم یه سری از این محققین تو آلبانی هم مقاله نوشته بودن که بله درسته، برای هم محفظ مخالف خود شده، اینطوری هم نیستش که کشور آلمانی یک کشور باشه که دیگه مثلا این فرقه همه این کشور رو خریده، نه اینطوری نیست، چون این کشور به صورت تیولی داره اداره میشه، بخش بروکراسی این کشور و از یک فسادی داره رنج میبره به طور واقعی، خب این فرقه هم از این وسط ها خب استفاده خودشو داره میکنه به این صورت، ولی نه داوتی اشتباهی هم داشته این دیگه که داشته ما حتی فکر میکنم خود فرقان هم پشمون کرده، یه حتی نمایش مسئله رو ایجاد کرده غیر از این که ما رو بیشتر رو آخران ببره باعث بشه، برای این کارا یک دو طرف داره دیگه، برای اون میاد یه چیزی رو میگه یک سنگونده انداخته وسط، خود به خود ما ببینیم که ما خودمون دنبالش بریم، خود خبرنگاری ها طرف ما جریان چیه، خب ما مرور خودمون رو میزنیم، بعد خب این انهایی به ضرر فرقه میشه، کما اون که پارسال هم خب محمدی و همسر که اومده بودن فرقه یک از این نشریات آلبانی رو چیز کرده بود، یک خبر دروغ رو مثلا علی محمدی و خانواده محمدی گفته بود که اینا مراجعه کردن به اون روزنامه گفتن طبق قوانین مثلا روزنامه‌نگاری شما باید حرفای ما رو پس بنویسین دیگه وقتی هر بار ما گفتم باشه و حرفای ما رو نوشتن، بعد فرقه دید نه به ضررشه اینطوری دیگه هیچ کاری هیچ چیزی نگفت. یعنی شما میگید که این سازمان نداره یه کسایی رو که متوجه بشه که خب توی کشوری مثل آلمانی وقتی همچین کاری میکنن به اصطلاح اون بکفایر داره، یه عکس العملی از طرف بله بله. و به ضررشون میشه، یعنی اینا دارن چی کار میکنن دیگه والا نمیدونم دیوونه شدن مجنون شدن، یک سوال بله بفرم باید باشه دیگه، حالا چون قافیه چون به تنگایت چون که واقعا اینا در وضعیت که قرار گرفتن، چون اینا ببینین اون زمان که آخه خیلی کار عجب غریبی پیش اومد تو این دو سال، اینا برداشتن خود نمیشن چون اومد به وایت بورد یک نوشت آمریکا، ترامپ، ایران، رژیم، مجاهدین، یه دایره وسطش کشید گفت در این مثلث دو ساله ترامپ که نمایندش جولیانی اومد گفت که این رژیم 40 سالگی خودشون نخواهد دید و فلان و چنان اینها، ما باید برای اینکه مقاومت ایران خودشون نشون بده عرض اندامی به دنیا داشته باشه، ما که الان دیگه سلاحی نداریم فلانه، برای همین ما میتونیم قرارگاه متمرکز بسازیم، چون به ما اطمینان کامل داده شده که دیگه 2 سال دیگه مسئله تمامه و فقط هم به خاطر اینه و الا هر هیچ توجیهی نداره غیر زندان سازی ایما کنم چی باید بود، فقط به خاطر نیاز شرایطمونه داریم این کاری میکنیم، با این توجیه و با این هیله و فریب اینا مزرعه حیوانات رو با پول سعودی ساختن سریع و آدم ها رو هلهلک تو گل و شون برداشن برام جا. اون 2 سال که تموم شد هیچی، 1 سالم روش گذشته، خب اینا مورد سوال قرار میگیرن از نفرات خودشون، من آقا مگه اینو نگفتیم، مگه به این دلیل ما نیومدیم اونجا، الان این چه وضعیتیه که تو اومدی یک زندانی رو ساختی توی یک روستای مانز، دورش هم اومدی سیاج کشیدی، اونطوری فنس کشیدی، سیاج یعنی سیم خاردار استخدام کرده با شاتکان و یوزی و فلان، دارن ما رو در محاصره نیروهای امنیتی، بعد میگه اینا رو ما با این توجیه خنده‌دار که برای حفاظت خودمون اینا رو استفاده کردیم که
مسئول بودیم که از ما محافظت کنه در مورد رژیم. آخه اینجا چه تهدید نظامی تو داری؟ غیر از اینکه تو رفتی رود نمیشه دیگه، امکانشو نداری، رفتی یه سری مزدور مسلح اجیر کردی به اسم سیکوریتی، آدم ها رو کردی تو زندان، خودت هم شدی زندانبان و دشخیم، یه سری دشخیم رفتی مسلح استفاده. خب این یک تاثیر، این یک افکت، یک تاثیر روی نیروهای درونی خودش داره. برای همین همین الان خاطر پیش پیام خیلی خنده داریم غضنفر داده بود، این که آیا بذری را که در عراق کاشته بودید دیدید؟ اون قیامای عراق، خب که این بذریه که ما اون زمان که در عراق بودیم در عراق کاشیم، که امروز جوانان شورشی، یگانهای شورشی عراقی رژیم را در عراق به چالش کشیدن و الان هم جدیدن حالا عراق خود آرومتر شده، رفتن روی لبنان، که در لبنان ما رژیم، چون تو ایران دیدن خبری نشد، کاری نتونستن بکنن، بعد اومدن تو عراق و لبنان یک با همچین چیزایی مثلا خوراک سیاسی و خوراک ایدئولوژیک دارن برای نیروهاشون تولید میکنن، که اون نیروها هم که مش آدم افسرده و پاسیوی که اصلا دیگه بنده خدا رمق کاری رو ندارن، همه ناامید و سرخورده، بعد بعدش آدم ها برده اونجا. بفرمایید. من اون فیلم رو که راجع به آقای علی صفوی هست گذاشتم و اگه وقتی هم پیدا بشه توی برنامه نشون میدم. اون فیلم روی فیسبوک هست و دوستان هم نوشتن که به اصطلاح وقتی که افراد از فرقه بیرون میایم و ما رو میبینن زیر لب حرف میزنن و تیکه میندازن سر ما، که سه موردش با خود آقای مالک بیت مشعل بوده. بعد بازشون میگه که شرایط ما رو آقای حیرانی گفت، ولی شرایط فرقه اونقدر افتضاحه که به غیر کارهای ابلهانه و مسخره و خنده آور دیگه به اصطلاح چیزی نیست. باز آقای علی حجاری میگه که اگر به روند سیاسی یک ماه قبل نگاه کنیم، این سازمان ضربه های زیادی خورده، اخراج بولتون، شکست های پی در پی مصرف داخلی، دست به هر کسافت. بولتون تنها نه، جولیانی، اولا بولتون که قدم فراتر گذاشت و گفت که ما قبل از 40 سالگی جمهوری اسلامی در تهران جشن میگیریم. خود بولتون الان با ترامپ مشکل داره، چون باورش این بوده که ترامپ کارهای غیرقانونی انجام داده. از اون طرف جولیانی آمده یک دولتی در سایه به اصطلاح درست کرده و رفته با یوکرین به اصطلاح خواسته معاملاتی انجام بده که خودش رو الان به دردسر انداخته، حتی معاملات شخصی و پولای شخصیشو الان دادگاه نیویورک داره چیز میکنه. یعنی متاسفانه این سازمان مجاهدین به هر کسی که آویزون میشه، البته خب دلیل هم داره، اونا وقتی که خودشون آدمای فاسدی هستن، دنبال پول هستن، با این پول قبول میکنن بیان با سازمان مجاهدین شامی بخورن، نهاری بخورن، 10 دقیقه در نیویورک صحبت کنن. شما نمیدونید اینجا چی کار کردن. اینجا آقای فیلاوی بلند شده بود مغازه به مغازه رفته بود دوستاشو که قبلا هوادار مجاهد بودن که بیان بریم. طرف میگه آقا مرده، تموم شده، شما چرا میخوای ما رو ببری 8 ساعت 2 روز یا ببری و بیاری اینها، و همه این زورا رو زدن. چه اتفاقی افتاد دوستان؟ شما اگر امروز هوادار سازمان مجاهدین هستین، بیان در برنامه آینده و بگید که چه اتفاقی افتاد. حاصل این همه پول خرج کردن، تبلیغ، رفتن نیویورک چی بوده و برنامه اینها چیه؟ گیرم که تمام آخونده امشب سکته کنن و بمیرن و از بین برن. برنامه سازمان مجاهدین در ایرانی که مردم اینا رو به عنوان خائن میشناسن چی هست؟ بازم از شما ممنونم و باز اگه صحبتی دارید بفرمایید. قرار هست که با آقای محمدیان هم باشیم، ایشون هم قبلا در برنامه بودن و همونجوری که گفتم اگر دوستانی هستن که مایل هستن در برنامه شرکت کنن، لطف کنن با همین دوستان، با آقای حیرانی، با آقای کرمی، با آقای بیت مشعل، با آقای راستگو، با آقای شکری، با دیگران تماس بگیرن، اونها با هم در تماس خواهند بود. قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار شما بذارم، یک آقای به نام اردشیر شیخی میگن که کار بسیار خوبی است که پشت تاریکانه مخوف را
توسط کسانی که عمری را در خدمت این فرقه مردم ستیز و خائن به وطن بوده و عمر جوانی خود را تلف کردن برای مردم روشن شد. این فرقه تا توانست از تعدادی که در اواخر دهه 60 و بعد از خیانت‌ها آشکار این فرقه نسبت به فرهنگ و آب و خاک انجام داد و خود نیز حین درگیری با نیروهای نظامی انتظامی به دام افتادند و یا در خانه‌های تیمی جهت جنایت بیشتر سکونت داشتند. یعنی حقیقت این ماجرا رو دارن توضیح میدن. ممنونم، امیدوارم ایشون هم اگر نوشته هایی دارن برای کانون آوا ارسال کنن تا بتونیم در برنامه های آینده استفاده کنیم. و آقای حیرانی، شما واقعا الان فکر میکنید که مثلا چند سالی که اونجا بودین عمرتون تلف شد یا اون تجربه رو قبول، یعنی یه نوعی تجربه برای آینده که اقلا باعث شد باقی عمرتون تلف نشه حساب میکنید؟ و ضمناً بعضی ها میگن اینایی که موندن اونجا میبینن با این سن بالا، مخصوصا توی کشور غریبی که نه زبانش انگلیسیه نه فرانسویه نه چیزی که رایج باشه به اون صورت در دنیا، اینا حتی بلد نیستن وسیله بخرن، اگر ولشون کنی گروسری بخرن اینها. البته شماها بارها گفتید که شما حاضر هستید کمک کنید و یکی از دوستان میگفت بهترین کار برای اینها اینه که برگردن به ایران، به دامن به اصطلاح خانواده و اینها. شما در این مورد چی نظرتون هست؟ اولا از خودتون بگید این عمری رو که به اصطلاح زمانی رو که اونجا گذراندین چجوری توجیه میکنید یا با انگلیسی جستیفای میکنید، و برای دوستانی که اونجا هستن چه پیشنهادی دارید؟ بفرم. والا راستش من خودم گاهن به این موضوعات فکر کردم، مثلا که حالا چی میشون. خب طبعا که اگر مثلا خب توی این فرقه نرفته بودم، خب یه 15 سالی از زندگی فلوتر بودم، بعد اصلا با خودم میگم خب بالاخره ما یه بار به دنیا میام، یه بار این دنیا میام، هر کسی یه طوری یه گوشی از این کره زمین داره زندگی میکنه، تجربیات کسب میکنه. خودم نمیدونم، بعضی وقتا اینطوری فکر میکنم، بعضی وقتا اونطوری فکر میکنم، بعد تجربیات گذشته فکر میکنم، ولی کلا یک جواب مشخصی تا حالا براش پیدا نکردم. ولی خب خیلی وقتا هم بوده که با خودم میگم خب ای کاش مثلا از دوران جوانی مثلا یه سری فرصت های بود، مثلا زندگی به اون مسیر میرفت، به این مسیر نمیرفت. خب راش واقعا اینم بوده دیگه، چون وقتی که از فرق آزاد میشی، میای بیرون، میشی برده آزاد شده. خب که تمام اون سالیانی که پیش برده دار بودی، خب مثلا خب برای مسئله سنفی حل بوده ولی خب برده بودی، بعد که میای بیرون بابت اون سالیان بردگی که خب تو چیزی تو دستت نداری، کیلومتر صفر میشه، حتی صبحونه ایم که صبح از خواب بیدار میشی رو باید خودت خلاصه پیمانه کنی. یکی از مسائلی هم که افراد رو پابند و پاگیر رو اونجا کرده به طور خاص افراد سن بالا رو، خب همین مسئله هستش دیگه. با خبراش هم داریم که اون که همون زمانی هم که بودم یه سری مفرد ناچاریم، یا مفرد با یه سنمون دیگه اگه تو جامعه عادی هم بودیم الان باید میرفت خونه سالمندان دیگه، ولی حالا چند سال هم اینجا هستیم که بمیریم راحت بشیم دیگه. پاسوز انتخاب خودش، چون علارغم 5 6 میلیون ایرانی که خارج از کشور هستن، هیچ نهادی ان جی او قوی نیستش که از این نفرات به هر حال حمایتی بشه یا مثلا کمکی بشه. خب برای همین الان افراد کمدان خب با این سن و سال خب برای کارهای چیز انجام میده خب سخته دیگه. مثلا کسی که الان تو سن 50-60 خب یه سری کارهای جدید داره انجام میده، درسته که خب برای بهرش میبره، زندگی آزاری داره، ولی خب هیچ حمایت جدی هم خب این وسط وجود نداره. حتما سازمان میگه که کردیت و اعتبارش رو باید بدیم به ما که از اینها بیگاری کشیدیم و اینها همیشه دست به بیل بودن و اینها، چون عکسایی هست که خانم ها رو نشون میده با یک گاری و فرغون هایی که بله متاسفانه اصلا برای همین اکثرا هم بیماری های عجب غریبی دارن. سر جولیانی و چیزی گفتیم با اینا نهار میخورن شام میخورن، بابت همون نهار شامشون اونا پول میگیرن. بله یک مصاحبه داشت جولیانی چند وقت پیش که خانم خبرنگار میپرسی که
شما از این سازمان پیومای چقدر تالا پول گرفتیم؟ گفت دقیقا نمیدونم چون من خیلی وقت با اینا کار میکنم. یکی حالا آقای فیلابی رو گفتیم که جناب پهلوان میرفته مغازه به مغازه آدم ها رو دعوت میکرده، حتی اینا اخیرا سر همین تظاهرات که توی این آلمان داشتم به این کمپ های پناهندگی، حتی این نفرات جدا شده سازمان که توی این کمپ ها هستن این باهاشون تماس میگیرن که بیاین، نفر یه چند صد یورو بهشون داده بودن که بیان یه ساعت توی اون چیز، چون خیلی زایه شده این تجمعات فراشون، همه خارجی هم معلوم نیست کی برای کی داره تظاهرات میکنه، بعد نیاز دارن ایرانی وارد کنن، بعد دیگه خب برای حتی هم چی دارن پول میدن، تو کار بی پولی انجام نمیتونن بدن. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. با آقای حسن حیرانی بودیم که قبلا هم مهمان برنامه بودن، ویدیوهاشون موجود هست. آقای حجاری میگه فردا روز آزادی من بعد از 28 سال اسارت در فرقه رجبی است. واقعا وقتی شما اینجوری صحبت میکنید به نظر ما آسون میاد 15 سال 20 سال اینها، چون یادمه وقتی که به ما میگفتن 2 سال سرباز وطن باش، تازه حقوق کمی هم میدادن، باز شاکی بودیم و نق میزدیم. حالا شماها با چه به اصطلاح ایده و امید و آرزوی رفتید مجانی جاهای خطرناک تو کشور غریب و برای هیچ کار کردید شبانه روز. در اصل خوشحالم آزادی شما رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم یه روز اینها عقلشون سر جاش بیاد و شماها رو به حال خود رها کنن و برن دنبال هدف اصلیشون، اگر هدفی براشون باقی مونده. بیش از این مزاحم شما نمیشیم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی کنیم و آرزو و امید داشته باشیم که بازم در برنامه‌های آینده با ما باشید و خبر اون باز کردن بیزینس و اینها رو هم به دوستان بدیم. بفرمایید آقای حیران. ان شاء الله قربان شما، خیلی ممنون. اگه امروز برنامه صداتون مرخص بشم که رحمان بیاد ادامه نکاتو. ممنونم آقای محمدیان، اونجا هستن یا من باید با یه جای دیگه تماس بگیرم؟ چون برای من فرست. نه همینجا هستن. همینجا خب پس همون، من از شما خداحافظی میکنم، از ایشون میخوام که بیان و با ما باشن. خیلی ممنون که با ما بودید. قربان شما، من از شما و حضور بیننده عزیزتون مرخص میشم و همیشه ما رو خدا بزرگ بسپاریم. آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی. ممنون. دوستان عزیز با آقای حسن حیرانی بودیم. اجازه بدید که این دوستان میبینید یعنی ندارن امکاناتی که از دو جای مختلف، حتی جایی که زندگی میکنن اینها. خب آدم یه وقت سربازه، یه وقت دانشجوه، یه وقت مسافره، با دوستان دیگه هم اتاق میشه هم خونه میشه، ولی دیگه توی این سن و سال این بنده خداها الان باید خونه خودشونو داشته باشن، استقلال خودشونو داشته باشن، ولی هنوز هم زندگی های شخصیشون به اصطلاح تحت شعاع این ماجرایی که در جوانی تصمیم گرفتند و رفتند و اینها هنوز هست. میگن که آقای سربی نفرات بسیار زیادی آمدن که بالای 60 بودن ولی الان در کشورهای مختلف هستن، یعنی در هر سنی هم که بیاین باز برنده هستن، چون سنشان که بیشتر بشه دیگر در خود فرقه هم به چشم اوراق شده با آنها نگاه میکنند. امیدواریم اون دوستان حرف شما رو بشنوند. آقای محمدیان اگه گوش لطف کنید یه مقدار دوربین رو بیارید پایین تر. میدونم شما صندلی هم که دارید مثلا صندلی نیست که مثل مال آفیس باشه بالا پایین بشه، مجبورید یه بالشی دوشکی چیزی بذارید اونجا، ولی من به نوبه خودم از شماها ممنونم که با این همه مشکلات باز میایین و صحبت میکنی و نمیگید حالا که من آمدم بیرون برم دنبال کار و زندگی و همین مدتی که به اصطلاح اونجا بودم و تلف کردم بس است. خب ما با شما هستیم، سلام میکنیم، خوش آمد میگیم. چند مدتی بود که برنامه کانون آوا پخش نمیشد و اگه شما لطف کنید بگید که شما دوستان در این مدت چگونه با دیگران در تماس بودید. میدونیم که این روزا این سوشال مدیا یا این رسانه های اجتماعی کمک خیلی بزرگی هست، ولی یه مقداری شما بیشتر توضیح بدید که چگونه شما فعالیت میکنید و به اصطلاح اونهایی رو که
داخل هستن میخواین آگاه کنید و اونهایی هم که خارج هستن و ممکنه فریب این سازمان رو بخورن و به اونها بخوان بپیوندن، شما آگاه میکنید که به اصطلاح پشت این در باغ سبز هیچ چیزی جز خشکی و خوشسالی نیست. باز هم سلام به شما، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. بله آقای سروی، سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. من قبلا اینجا صحبت کردم، اسم عبدالرحمن محمدیان هست که 28 سال توی این فرقه بودم و به هر حال 3 سال پیش از این فرقه به دلایلی که توی اون برگه اعلام جدایی نوشته بودم و بعد توی مقاطع مختلف توی بعضی مقالات که از طریق کانون آوا و بعضی سایت های دیگه پخش شده خودم معرفی کردم و دلایلم رو گفتم. توی این مدت البته خب مورد اذیت و آزار و اینکه زندگی ما رو نمیخوان پا بگیره از طریق فرقه رجوی خب بودیم. ما هم خب خانخا البته ما هیچ اعلام جنگی با کسی اعلام نکردیم، ولی خب به هر حال بعضی نکاتی رو که می نویسیم در جواب توطئه هایی که این فرقه بر علیه ما میکنه و ما وادار میشیم بعضی نکات رو درباره زندگی خودمون، سرگذشت خودمون بنویسیم، خب همین سرگذشت ما افشاگر ماهیت و روشکارهای این فرقه به شدت مافیایی هست که بهشون برمیخوره و به هر حال بر علیه ما توطئه میکنن. شما در جریان بعضی توطئه هایی که بر علیه ما در این کشور انجام شده از طریق این فرقه و بخش فاسد این دولت قرار دارید و بعضیشون میدونید و بعضیشون هم هنوز ادامه داره، و ولی به هر حال اینا راه به جایی نمیبره و ما کار خودمون رو میکنیم. ما البته آقای ایرانی توضیحات مفصلی راجع به جریانات مختلف و شیوه زندگی و کارکردهای بچه ها اینجا خدمتون گفتن و بعضی نکات رو گفتن. اگه بعضی نکات دیگه‌ای وجود داره که من میتونم از زاویه دیگری یا چیزی از در حین گفتگو از قلم افتاده، من میتونم توضیحات خدمت شما داشته باشم. اگه لطف کنید یه مقداری درباره همین فعالیت مدتی که به اصطلاح برنامه‌های تلویزیونی نداشتید توضیح بدین که چه فعالیتایی کردید که سازمان اینجوری از دست شما عاجز است و شکایت میکنه. بله، اون چی که ما کردیم، یعنی شخص من خیلی فعالیت های آنچنانی براله من انجام ندادم. من بعد مقالات نوشتم که در بعضی سایت ها پخش شده یا نوشته شده یا منتشر شده، فقط گاهی نکاتی و یا برهی با مقاطعی از زندگی خودم رو نوشتم یا اشاره کردم به بعضی از خاطرات خودم مثلا، یا نسبت به بعضی کارگردهای فرقه بعضی چیزها رو مثلا به صورت کوتاه مثلا در حد یک صفحه نوشتم و پخش کردم. کار خاصی نکردیم که بخواد اینا، البته اینها چون یک فرقه مافیایی و به شدت قول معروف در خودشون فرو رفتن و میخوان اعضاشون رو حفظ کنن به خاطر حفظ حیات، و من روی جای نوشته بودم حیات خفیف خانه‌ای که خود رجوی میگفت برای بعضیا، خودشون واقعا دچار یک حیات خفیف خانه شدن و وجود ما اصلا در این کشور رو بر نمیتابن و قبول ندارن و نمیخوان ما باشیم. به این خاطر اینها مترصد هر گونه توطئه‌ای بر علیه ما هستن و هر از گاهی اگر دستشون بر بیاد خب این توطئه ها رو میکنن، تلاش میکنن نذارن زندگی ما اینجا پا بگیره و اینجا ما مستقر نشیم. به این خاطر هر از گاهی یه دفعه ما متوجه میشیم که اینها یک خیلی هوا کردن، از جمله این قضیه جدید مصاحبه علی صفوی که خب دستش به خون مردم عراق و مردم ایران آغشته است و در فرقه برای خودش برای بالاترها دم سکون میده. خب این توی مصاحبه اسم ما رو به عنوان تروریست و اینکه بایستی ما دستگیر بشیم و این مسائل رو، که خب همین هم باعث شد که ما بعد از این قضیه، من خودم شخصا به دفتر این ABC نیوز که مصاحبه این شخص رو پخش کرده بود مراجعه کردم، با خانم معاون اون قسمت بود صحبت کردم و برشون توضیح دادم که شما در این مصاحبه چون اسم ما رو آوردید طبق قانون مطبوعات و
آزادی و مسائلی که در یک کشور آزاد مطرح است، من حق جوابگویی دارم، چون اسم من به بدی را و من متهم شدم و قبول کردن، مسابقه کوتاهی هم با من انجام دادن که من یه توضیحاتی دادم، متأسفانه الان فعلا پخش نکردن چون این معلوم هست که اینها با این شاید هنوز باید دنبال کنیم چه واسه با این به این رسانه پولی دادن و رشوه‌ای دادن که مثلا ما رو پخش نکنه، ولی خب به هر حال ایشون در این مسابقه اسامی ما سه نفر رو به عنوان تروریست آورده بود که ما جاگو بودیم. بعد از اون ما با چندین رسانه معتبر اینجا از جمله ریپورت نیوز، فاکس نیوز، فاکس نیوز آلبانیا و اوران نیوز و شخصیت‌های مختلفی مصاحبه و گفتگو داشتیم و توضیحات مبسوطی براشون دادیم که چرا و چگونه این سازمان این عمل رو انجام داده، هدفش چیه و هدفش فقط خراب کردن زندگی ماست و این ما رو تحت فشار قرار بده و ما رو در یک وضعیتی قرار بده که ناچار باشیم این کشور رو ترک کنیم و میدون رو برای اونا خالی کنیم که بتونن نفراتشون رو راحت تر در قلو زنجیرهایی که الان با پاشون بستن تو اون انیمال فاری که با آقای حسن ایرانی میگه و اون زندانی که ساختن در تیرانا بیشتر نگه دارن و ناامید سرخورده‌تر کنن تا بتونن بیستن، چون وجود ما به عنوان اشخاصی که آزاد شدیم و زندگی مستقل و فردی خودمون رو داریم اداره میکنیم و میتونیم پیش بریم، یک انگیزشی برای افرادی که در داخل فرد هستن به وجود میاره که انگیزه میده که با افرادی هستن که تونستن برن و زندگیشون رو اداره میکنن و مشکلی هم ندارن. حالا به هر حال زندگی که چیز ساده ای نیست، هر کسی، هر آواره، هر مهاجری در کشور بیگانه حتما دچار یه سری مشکلات قانونی و مسائلی از این قبیل هست و ما هم خب باش دست پنجه نرم می‌کنیم، ولی فارغ از همه اینها که میشه حلشون کرد و به جلو حرکت کرد، به هر حال زندگی مستقل و آزاد خودمون رو داریم و این رو فرقه نمیخواد و دنبال توته است. این قضیه اخیر هم خب یه سوء استفاده از یه خبری بود که تلویزیون آلبانی پخش کرده بود، توی جامعه آلبانی پخش شد که یک هسته تروریستی رو مقامرو شناسایی کردن که این هم اگه شما دقت بکنید یا ما عادت داریم و تجربهش داریم با این سازمان، معلوم بود که خود همین خبرم هم که پلیس اعلام کرد ساخت و پرداخته این فرقه به شدت مافیایی هست که ساخته و داده دست این قسمت که اینا اینو بگن و اونا هم خانه‌ها یه مقداری مسائل ملی و امنیتیشون براشون چون مامین اعلام کردن، ولی یک خبر خیلی مجهول و دنبوریدهی بود، هیچ معلوم نبود به کجا سر تا این خبر کجاست. این چیزی رو که برای حیرانی خوندید که یکی از روزنامه‌های اینجا نوشته بود که خبر دروغین علی صفحه پخش میکنه، فکر میکنم یکی از حرفای من بود با یکی از این خبرگزاری ها که اومده بود، من گفتم این خبر دروغین و ساخت پرداخت دست مجاهدینه و اصلا صحت صغمش معلوم نیست. شما به عنوان خبرنگار میتونید که برید دنبال کنید، به هر حال شما خبرنگارید و پروسه ای در بیارید که این خبر از کجا اومد به کجا میره، چون اصلا معلوم نیست کی این خبر رو ساخت، چطوری ساختش و اصلا اگر هسته تروریستی پیدا کردن، خب به هر حال اینترپولی هست، اطلاعات این اشخاص رو میشه به اینترپول داد و در کشورهای مطبوعشون که دارن زندگیشون رو میکنن، چه ترکیه و چه اتریش و نروژ، این افرادی که اسم آوردید خب برن دستگیرشون کنن. اگر هم اسم ما به عنوان تروریست اومده، خب دلایل مشخص رو باید ارائه بدن، اکتی اتفاق افتاده، عملی انجام شده در این کشور و خب این افراد مثلا به این دلایل دست داشتن. اگه این نیست، لطفاً شما به عنوان خبرنگار پیگیر باشید و حرفای ما رو درج کنید که بعضیشون، بعضی از این خبرگزاری ها که با ما از جمله فاکس نیوز، اوران نیوز، ریپورت نیوز یا بعضی های دیگه پخش کردن حرفای ما رو و تقریبا مشت این فرقه رو باز کردیم. این شاید فرصت خوبی بود که ما حرفامون رو با بعضی از خبرگزاری ها مطرح کنیم راجع به ماهیت این فرقه و روشکارهایی که به کار میگیره برای کسانی که
دوست نداشتن دیگه عمرشون رو تلف کنن در این فرقه و اومدن زندگی آزاد و زندگی شخصی خودشون رو دنبال میکنن. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدین تشکر کنم از آقای حجاری، از آقای رزاقی، از آقای میرزایی و از آقای موسا که سلام کردن به شما، و دو تا از دوستان، یکی آقای میرزایی که ایشون هم قبلا برنامه مهمان برنامه بودن، نوشتن که سلام آقای سربی و مهمان برنامه شما. آقای سربی باور کنید که اینقدر این فرقه دروغ گفته، نه در سبزی وجود داره و اینها، بلکه هر آنچه هست دروغ و فریبکاری که حتی از دور افتاده ترین نقاط ایران به این اذعان میکنن و قبولشان ندارن. آخر چطور میشود کسی که 30 سال عمرش را به هدر داده حال به این نفرات میگوین مزدور و علیه آنها هر کاری که از دستشان برمیاد انجام میزن؟ چه کسی با آنها میپیوندد؟ خیلی نکته جالبی ها. یعنی هر کی میخواد به پیونده میگه خب من اگر فردا به هر دلیلی خواستم جدا بشم همین ماجرا رو برای من پیاده میکنن. و آقا موسا هم نوشته که ما در آلبانی داریم آزادانه زندگی میکنیم و خاطراتمان را در مدت 30 سالی که در درون این فرقه بودیم بیان میکنیم. چگونه این فرقه ظرفیت انتقاد را ندارد این اتهامات را به ما میزند؟ و آقای هادی سنیخانی میگن که باور کنید الان فرقه حاضر است تمام ما 10 نفر که علیه آنها هستیم را با هواپیما از این کشور ببرد. یعنی این چند نفر فرقه را به ذلت رسانده و تمام اهدافش شدیم ما، نه دولت ایران، ولی ما عهد کردیم این فرقه را در همین خاک ضرب فنی کرده و آبرویی که ندارند را بیشتر ببریم. اینم از این. و آقای شکری هم به شما سلام میکنن، منم به ایشون سلام میکنم. آقای محمدیان، چون شما در رابطه با تماس با خبرنگارا و اینها هستید، این وسط نقش آمریکا چیه؟ آمریکا واسطه بوده و به اصطلاح باعث شد که مجاهدین اون شرطی رو که گذاشته بودن که ما هممون با هم میخوایم بریم، اینا با آلبانی صحبت کردن و باز هم برمیگردیم به فقر کشور آلبانی که یک کشوری قبول کنه یک سازمانی بیاد در درون اون. و نقش دولت آمریکا و سفیر آمریکا و سفارت آمریکا چیه؟ به شما اونا چی میگن؟ چون یادم رفت از آقای حیرانی سوال کنم، ایشون یه دفعه حتی بس که تظاهراتی در جلوی سفارت آمریکا گذاشته بودن، اونا چی میگن به شما؟ بله، البته شما میدونید از پروسه امر خبرید که وقتی از عراق این افراد رو حالا به اسم سازمان مجاهدین و گروهی منتقل کردن به این کشور، همچنان که آقای حیرانی گفتن، اینجا به عنوان سرپل امن برای استقلال در کشور ثالث آمریکا وساطت کرد و این کشور رو به هر حال با بعضی لابی‌های خودش یا به قول معروف کانالایی که داشت پیدا کردن و با این کشور به توافق رسیدن که این افراد بیان اینجا و از اینجا منتقل بشن به کشورهایی که میتونن برن که کمیساریا دنبال کنه و برن دنبال کشورهای امن دیگه‌ای که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. منطقه خب فرقه دنبال این نبود که افراد برن کشورهای دیگه و زندگی خودشون رو داشته باشن، کما اینکه قبل از اینکه اینجا این کشور با پذیره کشور مثلا رومانی پذیرفته بود که منطقه گفته بود من با افراد طرف هستم نه با سازمان و با گروه کار ندارم، افراد رو میپذیرم، ولی فرقه دید که قافیه رو میبازه قبول می‌کرد و این کشور با واسه آمریکا و بعدم دلالی کمیساریای عالی خب این کشور انتخاب شد. مخارجی آمریکا برای این انتقال داده بود که بعدن خب مدعی شدن این مخارج تمام شد، این پول تمام شد و دیگه ما پولی نداریم صرف کنیم، صرفمون نیست که وارد این قضیه بشیم، همش مسئله پول و همین امکانات و بودجه است. آمریکا همین که گفتین، ما چند وقت پیش قرار بود بریم جلوی سفارت آمریکا، همین اعتراضی که بود و رفته بودیم، ولی حالا تصمیم و اعتراض به خودمون دادیم، ولی گفتیم که اگر اونجوری باشه ما تصمیم خواهیم کرد که اونها نه گفتن نه این کارو نکنید، ولی حرفش اینه که میگن که متأسفانه ول کردن و رفتن، یعنی از زیر بار مسئولیتی که اول پذیرفته بودن آوردن اینجا شما خالی میکنن.
میگن که ما کارمونه کردیم، شما رو از منطقه خطر خارج کردیم، آوردیم کشور دیگه و الان دیگه سازمان خودش میدونه نیروهاشو چه کار کنه و کجا ببره. حالا این میدون خالی کردن آمریکا و بعدم که شما در جریان هستید کمیساری‌ها رو هم که مجاهدین با دادن رشوه و یه سری شامورتی بازی ها از میدون بدر کردن و اون دیدارهایی که در ژنو انجام شد پشت پرده که چی گفتن و چی دادن و با اونم به اینجا رسیدن، خب این فرقه میدون خالی دیده که اون تعهدات سابقش رو که مثلا به این دولت تعهد داده که هر کی از من جدا شد من مخارج زندگیش میپذیرم و بهش میدم تا خب این کشور متحمل مثلا بعضی مخارج نشه. ولی خب اینجا بعد وقتی اومد و تونست توی ارگانهای دولتی اینجا نفوذ کنه با رشوه‌های کلان، بخشی از مقامات رو برای خودش با خودش کنه و برای خودش بخره، بعد خیلی از تعهداتش رو و حرفاش رو عوض کرد و به هر حال مشروط کرده این پرداخت این مخارج رو که اینکه از ما تبعیت کنن. خب اگه ما می‌خواستیم تبعیت کنیم و وابسته به این سازمان باشیم، خب تو همون سازمان می‌موندیم راحت‌تر که، وگرنه چه بیایم بیرون و بعد دوباره تابع اینا باشیم و طبق نظرات اینا زندگی کنیم، طبق نظرات اینا رفتار کنیم و طبق فرمان‌هایی که اینا میگن این کارو نکن، این کارو بکن، با این بگرد، با اون نگرد، با این صحبت کن، با اون صحبت نکن. خب من یه فرد آزاد هستم، خب میخوام با هر کسی دوست داشتم زندگی کنم، تشخیص بدم، با هر کسی صحبت کنم. ولی خب اینا اینو قبول نمی‌کنن و مشروط کردن. دولت اینجا هم خب من گفتم با رشوه‌ای که میگیره و فسادی که در دولت هست، طرف اونا رو میگیره و یا حداقل سکوت میکنه. حالا نه اینکه طرفداری به اون معنا رسمی، ولی سکوت میکنه و ما مجبوریم اینا رو افشا کنیم تا افراد غیرتمند و با شرافتی مثل شما این رو افشا کنن و دست این فرقه باز بشه چطوری داره خیانت میکنه و زیر تعهدات سابقی زده. از جمله گفتم که آمریکا زیر تعهدات زده، میگم دیگه با ما ربطی نداره، دیگه ما تعهد خودمون انجام دادیم، از زیر خطر در آوردیم. بعد نمیاد وارد قضیه بشه چون شاید نمیدونم دلایل مشخصی هم به ما نمیگن و خود فرقه مونده و میدون خالی که هیچ کس نیست و با پولای کلانی که در دست داره و میتونم بگم. از جمله یکی از مشکلاتی که ما در اداراتی که بهش مراجعه میکنیم برای پیگیری کارها و مسائلی که داریم با این دولت، به هر حال حق اقامت و مسائل از این قبیل، من قبلا نمیدونم توی برنامه گفتم یا نه، ولی مسئله ایه که با چه اسمی وارد این کشور شدیم؟ با اسم مسئله انسانی، یعنی یک انتقال انسانی وجود داشته. من بعدن که دچار مشکل شده بودم پارسال به این همین کمیساریای عالی پناهندگان و کارمندانش که مراجعه میکردم، خب معلوم بود خود فرقه توتایی کرده به ما هم میگفتن، گفتن افرادی هستن که از ما بالاتر با بالاترهای ما در تماسن و از دست ما میفهمیم که شما حق دارید، میفهمیم که شما مشکل دارید، ولی از دست ما خارجه که اون بالا بالاها کاراشونی کردن، تافهاشونی کردن، ما ناچار به اطاعت هستیم و کاری هم دیگه نمیتونیم بکنیم. از جمله این مسئله ای که وارد پرونده شما کردن، مسئله انسانی یعنی انتقال انسانی، شما رو از یه سری حقوق و مزایا محروم میکنه. چون هر کسی که همین فردا یا دیروز یا همین فردا وارد این کشور بشه، به عنوان یک مهاجر یه سری حقوق داره، میتونه تقاضای هر کاری به حداقل وارد یک کمپی بشه و از اون کمپ بهش خدمات بدن تا اگه تقاضای پناهندگی کنه بعد از مدتی خورسندگی میشه، اگه نه حداقل اینجا بتونه مدتی باشه تا بتونه از این کشور بره. ولی این شرایط رو از ما گرفتن با اون چیزی که در پرونده ما قید شده، مثلا هیومانیتاریان، یعنی برای یک مسئله انسانی رو فقط میگن ما مسئله انسانی بوده، شما رو از زیر خطر خارج کردیم آوردیم اینجا و شما پناهنده محسوب نمیشید. این سازمان وقتی میدون خالی دید و اینجا هم قرار بود سرکول باشه، بعد کمیساریاشون رو خالی کرد، با نمیدونم با مقامات بالای کمیساری تو ژنو صحبت هایی که این مریم خانم رفتن بارها صحبت کردن و مقامات دیگه این فرقه، این میدون خالی کرد بعد از مدتی و ما رو ول کرده، تحویلی هیچ کشوری نشدیم، تحویلی دولت اینجا حتی نشدیم به طور رسمی، یا گفتن دولت اینجا قول داده مسئولیت شما رو بپذیره.
یعنی هیچ کشوری از جمله شما که سوالتون این بود آمریکا مسئولیت مشخصی رو نمیپذیره و فقط اثر خودشون وا میکنن. البته خب ما دست بردار نیستیم و پیگیری میکنیم تا به نتیجه مشخصی برسیم. ممنونم از شما. دوستی برای من نوشته که آقای سوربی چه انتظار بیهوده ای شما دارید از آمریکا، آمریکایی که در 100 سال گذشته نشون داد دوستان خودش رو از شاه گرفته تا دیگران رو به اصطلاح رها میکنه و اخیراً هم که افراد کرد رو که حتی دیدیم در کشته شدن این البغدادی کمک کرده بود و اینها چگونه داد دم تیغ ترکیه و اینها. شما حوصله انتقاد هم دارید آقای محمدیان؟ لطف کنید به دوستانتون اونجا بگید اگر اینترنت استفاده میکنن خاموش کنن برنامه را، چون صدای شما قطع وصل میشه. ولی به اجازه بدید از کانادا هم با آقای خورسندی سلام کنیم. و آقای مانی خورسندی برادر آقای هادی خورسندی هستند که هم خودشون هم مجری برنامه و شاعر و نویسنده هستند. ما صداتون واضح نیست، من میفهمم شما چی میخواید. بله اجازه بدید من قطع کنم دوباره بهتون زنگ بزنم، چون بعضی وقتا این برنامه اسکایپ وقتی که ازش به مدت زیادی استفاده میکنیم اونا بندویدشون رو کم میکنن و من دوباره بهتون زنگ میزنم. ببخشید. بله دوستان عزیز، همونجوری که بهتون گفتم این دوستان خیلی وسایلشون محدوده، مثلا اینترنت قوی نمیتونن، ضمناً تو آلمانی هستن، خود کشور آلمانی مردم خودش در مضیقه هستن. حالا چه خواسته این دوستانی که بعدم دیدید به خاطر نادانی سازمان مجاهدین یا واقعا دشمنی با اینها، اینها رو به عنوان پناهندهای سیاسی یا پناهندهای اجتماعی اونجا ثبت نام نکردن، به عنوان پناهندهای انسانی، یعنی کسایی که گرسنه هستن، پس کسایی که اینجوری و شرایطشون اینه که فقط یک چیزای محدود بهشون کمک کنن. بذاریم من باز با ایشون تماس بگیرم تا بعد بخونیم این نظر و نوشته و به نوعی انتقاد آقای خورسندی. احتمالاً اسکایپ اینها قطعه، چون می‌نویسه که it's not available. خب از دوستان می‌خوایم که بعض وقتا اینا خاموش روشن میکنن کامپیوترهایی که دارن، احیاناً کامپیوترهای کهنه‌ای هست. دیدم آقای حیرانی میگفت که همون سازمان رمسا که به اینها کمک میکرده بسته شده و رفته، خود اونها گاهی وقتی کمک میکردن وسیلهی صندلی چیزی به اینها میدادن. ولی بذارید باز تماس میگیرم توی نیم ساعتی که وقت داریم با بله هستید شما. خب گوشی خدمتتون باشه. آقای محمدیان، آقای خورسندی، احتمالاً دیگرانم به شما گفتن، همه با شما احساس همدردی نمی کنن. بعضی وقتا دوستان میگن خب شما این سازمانی که ازش بد میگی، این سازمانی که میگی فرقه، یه مدت خود شما هم داخلش بودی. بذارید من دقیقاً نوشته ایشون رو بخونم که به اصطلاح بد نقل قول نکن. ایشون نوشتن که شما تروریست سابق هستید، چون تا مدتی عضو یک گروه تروریستی بودید 28 سال به صورت علامت سوالی. نظر شما یا پاسخ شما درباره این گونه سوالاتی که حتما مطرح شده قبلا و هنوزم مطرح میشه، حتی در رابطه با حملاتی که سازمان مجاهدین به ایران انجام داده، بعضیا میگن که شماها باید در دادگاه محاکمه بشین اگر شرکت داشتید در اون جنگ ها و حملات، مخصوصا بر علیه مردم معمولی. نظر شما چیه؟ جواب شما چی هست؟ بله چه نکته خوبی این دوستمون گفتن. البته ما تو این سازمان بودیم، در تمام کارهایی که کرده حتما به نوعی شریک هستیم و حاشا نمی کنیم. من به خبرنگارهایی که این روزا هم میمدن با من صحبت میکردن،
گفتم به آقای علی، مثلا برن آقای از آقای علی صفوی یا هر کسی دیگه بپرسن اگه ما تروریستیم خود تو شما بودیم و توی شما آموزش دیدیم، هر چی داریم به قول معروف گذشتمون ما مال شما بوده، در اختیار شما بودیم. بله اگه اینجوریه، بله ما در کارهایی که این سازمان برده شریکیم، هیچ حاشام نمی کنیم، در هر دادگاهی هم اگر جوری بر علیه ما هست حاضریم تاوانش بدیم، ولی گفتیم خب دیگه بسه. آیا خوب بود دوباره ادامه می دادیم اگه احساس می کردیم دیگه بودنمون اونجا خیانت و جنایت هست دوباره ادامه می دادیم و می موندیم، یا اینکه خب به هر حال حالا چه دیر چه زود فهمیدیم و کنار کشیدیم و گفتیم دیگه خیانت و جنایت بسه و ما میخواییم دیگه در این کار شریک نباشیم؟ به نظرم این دوستمون این رو در نظر بگیرن که ما اصلا حاشا نمی کنیم که در این سازمان بودیم و اصلا نمیگیم هم مثلا ما رو چه کار کردن. ما در این سازمان سرگذشتی داشتیم، سرگذشت خودمون رو بیان میکنیم تا دیگران تجربه بگیرن، یا به هر حال ما که میگیم 28 سال عمرمون رو دادیم، حداقل این تجربه در اختیار ملت ایران قرار بگیره و هوشیار باشن و بدونن با کی طرفن و چه کار باید بکنن. حتما ملت ایران انقدر هوشیار هست که سرر از ناصره تشخیص بده، بفهمه خوبتش چیه. ما تجربیاتمون میگیم، هیچ چیزی هم جداتر، خیلی چیزا رو ما کم میگیم، خلاصه میکنیم به دلایل امنیتی برای افرادی که داخل هستن، ناچاریم بعضی چیزا رو کوتاه‌تر بگیم یا اسم نیاریم، وگرنه ما خیلی مسائل دیگه هم داریم که بگیم، اگه روزی هم لازم باشه میگیم. از جمله خب خیلی هم راحت به این دوستون بگم بله بله ما روز اول با عشق و علاقه و با معروف یک عشق عجیب غریبی به این سازمان پیوستیم و خب اعتقاد داشتیم به یه سری چیزها، از جمله آزادی، دموکراسی و نبرد برای آزادی و این مسائل، خب یه سری اعتقادات اینجوری داشتیم و رفتیم. ولی خب به مرور زمان طی پروسه‌ای که بر ما گذشت، طی عمری که در اونجا گذروندیم، به یک سری واقعیت‌ها چشمون باز شد، یک سری واقعیت‌ها رو دیدیم، چه خودمون انجام دادیم و چه دیدیم که انجام شد، و در این نقطه‌ای گفتیم آقا دیگه بسته، ما دیگه در این خیانت و در این جنایت شریک نیستیم. و مخصوصا بعد از این که مثلا این حمله آمریکا به عراق و رفتن رجوی و فرقش با آمریکا که تنش خیلی سنگین و شدیدی در سازمان ایجاد کرده بود، که خب نشست‌های فراوان طی سال‌ها طول کشید تا نفرات رو به نقطه رسوند که سکوت بکنن یا قانع که نشدن سکوت بکنن، از جمله از فاکت‌های قدیم و جدید فاکت می آورد و توجیه می‌کرد که رفتن به آمریکا الان شرایط اینجوریه و یه کار انقلابیه و این مسائل، ولی خب خیلی قانع نشدن از جمله من، و دیدم این دیگه رفتن با آمریکا و برگ آمریکا شدن یک خیانت. مثلا فاکت می آورد از اون ترتسکی و لنین که بهش فرمان داد و اگه دامنم پوشیدی در اون چه دعوتنامه یا اون شامی که قرار بود با آلمانی ها شرکت کنه برو، و وقت می آورد و این رو دلیل می دونست که الان شرایط ایجاد شده اگر لازم باشه ما با امپریالیسم هم می شینیم و این مسائل به نفع انقلاب. هیچ کی رو قانع نکرد و ما بعد حتی اگه اون قانع کردن و موازی حرکت کردن هم تو درست بود و قانع هم می شدیم، بعدن خب ما دیدیم برای آمریکایی ها چه دمهایی تکون دادن و چه کارهایی کردن و چطوری باعث زجر و اذیت و آزار ملت ایران شدن، از جمله مثلا کارهایی که بهشم خیلی خودشون افتخار میکنن که میگن ما سندهای اتمی ایران و نمیدونم چیزهای ایران رو با آمریکا دادیم، باعث تحریم مایی، منظور از تحریم که ملت ایران کمرشون زیر بار این تحریم خم شده، دفاع میکنن که ملت، که خیلی از اعضای سازمان من خبر دارم از خودم و دیگران که سر این موضوع حرف میزدن، من توی مقاله هم نوشتم که بابا جان میگفتن این عذاب، بابا جان تو که اینقدر از تحریم دفاع میکنی و تحریم رو تازه کم میدونی، میگی بیشتر ملت اذیت میشن، میگو باشه ملت باید بهای آزادی رو پردازه، ما میدونیم. بعدن خب سران هر رژیمی، اونا کار ندارم با رژیم ایران، هر رژیمی سرانش بالاخره که از تحریم و کم داخل اجتماع که اذیت نمیشن، این جامعه است و مردم عادی که زجر میکشن و اعضای داخل سازمان سر این موضوع مسئله دار بودن، حرف داشتن، ولی خب قانعشون میکردن بهای آزادی ملت هم باید بهای آزادی رو پردازن که هیچ که قانع نمیکرد. به هر حال با این دوستمون باید بگم به هر حال ما اینها رو که دیدیم دیگه گفتیم بس و اومدیم و فقط خواستیم همراهی نکنیم. بعد که اومدیم بیرون دیدیم این فرقه با اون روش های مافیایی خودش
دنبال ما هم هست که ما رو اذیت کنه، چرا رفتید خیانت کردید و این مسائل رو گفتید. آقا جان چه ربطی به شما داره؟ زندگی خودم رو میخوام، خودم دیگه تشخیص دادم که از این بعد دیگه به تو ندمش. تا 28 سال عمر دادم به در خدمت بودم، الان دیگه نیستم. ولی این فرقی که بالکل نیست و میگه هنوزم باید تابع من باشی و هرچی من میگم انجام بدی، که ما میگیم نه دیگه بسه. نمیدونم این دوستمون. بسیار ممنونم. همونجوری که شما هم گفتید، آقای کرمی هم که فکر کنم یکی از با سابقه ترین افراد باشه که اونجا بودن، نوشتن که بله ما حاضر هستیم در دادگاهی محاکمه بشیم، به شرطی که سران این تشکیلات به خصوص رهبران اصلی هم محاکمه شوند. و البته ایشون توضیح داده که همه در قسمت نظامی و اینها نبودن، بعضی کارها دفتری هست، تدارکات هست و اینها، ولی این هم خودش یه موزل بزرگیه که امیدواریم تاریخ حل کنه. ولی چون این دوستمون صحبت از تروریست شد و شما هم توضیح دادید و همونجوری که اون آقای صفوی و سازمان شماها رو متهم کرده به تروریست بودن، یه مقاله هست که چند روز پیش در کانون آوا وبسایتشون نوشته شده، من الان نشون میدم، به نام تروریست کیست؟ ما مزدور هستیم یا شما؟ اگر دوستان لطف کنن این مقاله رو از صفحه کانون آوا بخونن، من فکر کنم که جوابگوی خیلی از این سوالات و پرسش ها باشه. خب اجازه بدید چون بیشتر از 22 دقیقه وقت نداریم، من هنوز سوال دوم رو هم نپرسیدم، بپرسم شما هم لطف کنید کوتاه‌تر توضیح بدید. و با توجه به اینکه رمسا یا همون دفتر کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی و بخشی که مربوط به شماها بود بسته شده، وضعیت حقوقی افراد چطور است یا چطور شده؟ و اینکه قرار بود وزارت کشور یا اداره مهاجرت آلبانی برای شماها اقداماتی انجام بدهند، به کجا رسیده است؟ بفرمایید. بله، شما اگه به پروسه هم و تاریخچه سازمان مجاهدین نگاهی بکنید از قدیم و مخصوصا بعد از دورانی که در عراق بود و به قول معروف خود رجایی میگفت هنر خمینی این بود یا همون رژیم ایران بود که ما رو از جامعه همون قطع کرد و ما راست میگم چون اینا توان وصل به جامعه رو نداشتن، مثل من به یکی از دوستانمون توضیح میدادم، مثل برکه‌ای که در خودش میمونه و میگنده گندیدن و به خیلی جاها کشیده شدن. خب حالا روشکارهایی دارن با مافیا بازی و کارهایی از این قبیل زندگیشونه میگذرونه، از جمله فدا کردن اعضا به خاطر سرانشون و کارهای مختلفی که بعدن در عراق کردن و موضوعی هایی که بعد برای آمریکا. و حالا که رسیدیم به آلبانی که توضیح دادم چطوری منتقل شدیم به اینجا، این سازمان و اعضاش منتقل شد به اینجا با چه وساطت کیها و آمریکا که خب حامی این سازمان هست و این رو آورد اینجا که در امان باشه، اینا هم اینجا جای خوبی رو دیدن، چون در یک کشور دیگه‌ای، در کشورهایی مثل کشورهای آزاد دیگه، کشورهایی که بزرگترن و دارای قوانین مدرن‌تری هستن یا اتحادیه اروپا مثلا، خب نمیتونستن اینجوری زندان سازی بکنن و افراد رو حبس کنن و مجبور شدن به افراد آزادیایی بدن که افراد در زیر دست اینها نمیموندن و دنبال زندگیشون می‌رفتن. حالا توی آلبانی میدان بازی پیدا کرده، آمریکا که ول کرده و رفته، کمیساریا هم اینها اومدن با رشوه و همکاری با قسمت‌های از دولت اینجا و یک سری قول و قرارهایی که به این کشور دادن که ما اگر شما ما اجازه رو بدید، خب مقاماتی هم بود که کارشون رو دنبال میکردن و حمایتشون میکردن و از این خطی که اینا دنبال میکردن حمایت میکردن به خاطر پولی که میگرفتن که یک زمینی ما میخریم، یک جایی میریم، همچون بودنشون در توی شهر برای شهروندان مسئله ساز بود و دولت یه مقدار حساس شده بود، گفتن ما از شهر میریم بیرون، هم برای شما دردسر نیست هم برای ما، و خب مقدار پول زیادی هم که خرج کرده بودن اونجا اومدن این خط رو رفتن که افراد رو بردن در یک زندان جداگونه. حالا این وضعیت این فرقه در این کشور اینجا، حالا وقتی کسی از این فرقه جدا میشد، چون قبل از این که برن به اینجا و قبلش که تو این شهر بودن، یک کمیساریایی بود طبق تعهداتی که انجام داده بود که بایستی طبق تعهداتی که داره در تمام جهان از هر مهاجر و هم
پناهنده باید حمایت بکنه و اون رو به هر حال مسائل قانونیش رو دنبال کنه، چون مثلا این سازمان در همین اسمش هم هست، کمیساری عالی پناهنده، حمایت از پناهندگان و پناهجویان، باید این کار رو برای ما میکرد. خب یک دفتری را انداخته بودن که یک دفتر رابط داشتن بین این کمیساریا و دولت آلبانی، که ممکنه بعضی بینندگان در جریان نبودن که اینها کارمندهای محلی این کشور بودن که برای کمیساری عالی کار میکردن و حقوق میگرفتن. خب رابطهشون بین، یعنی رابطی بودن بین وزارت کشور و کمیساری عالی. مسائل این افرادی که جدا میشدن رو حل میکرد، از جمله مثلا وقتی میومدن ما بعد از این که سازمان مجاهدین همین فرقه که بعضی ها شاید دوست ندارن، ولی همین فرقه است واقعا، که بعد ما اگر برنامه دیگه ای لازم شد میایم دلایلی که من بهشون میگم فرقه رو توضیح خواهم داد تا شاید خانه بشه. دوست ندارم اینجا یه مدتی اذیت میکرد سر پول. سال اول که اومده بودیم بیرون سر پولی که داده بود طبقاتی داشت که ما قبول نمیکردیم، رفتیم شکایت کردیم و قرار شد برای اولین بار شاید این کمیساری حقوق ماهانه‌ای به افراد بده که دیگه اینقدر محتاج این سازمان نباشن که برن هی دم این دفتر این سازمان و هی مجبور بشن به بعضی کارها تن بدن، یا اینکه دیر میده زود میده اذیت میکنه. خب بعد از شکایت‌های ما قبول شد، ماهانه یه تعدادی یه مقدار پول میداد که ما که شکایت کرده بودیم خیلی حاضر به همراهی نبودن از طرز فرقه، و بعد ولی وقتی این حقوق مشخص شد همین خود فرقه به این افراد گفت بود برید از اونجا هم پول بگیرید، ما نمیگیم از ما پول میگیرید، که ما مثلا پول برای ما میومد دیگه اینا میرفتن دو طرفه، هم از فرقه میگرفتن هم از کمیساریا، ولی خب به هر حال به ما که از فرقه هم نمیگرفتیم یه پولی داده میشد که بتونیم زندگیمون تامین کنیم. خب این برای فرقه که خوب نبود، چون اون دنبال این بود که افراد در اینجا نتونن زندگی کنن، زندگیشون پا بگیره. یک مسئله ایجاد شده که اینا تشویق یک برای افراد که بیان بیرون و از کسی هست ازشون حمایت کنه. با توطئه‌هایی که کرد و رخ کشیدن پول و بودجه و قراردادهایی که با اون معروف داشت، و گفتم که کارمندهای این کمیساریا به خود من میگفتن، اسمی آوردن که فلانی و فلانی با دولت اینجا در ارتباطن، میرن برای شما بر علیه این کاری که ما میخواییم بکنیم پرونده سازی میکنن. در ژنو هم پشت پرده یک سری چیزهاست که ما در جریان نیستیم و ما مجبور به اطاعت هستیم و اینجا رو ترک بکنیم. و پس میدونستیم که اینها میدونستن وجود این کمیساریا و این حقوقی که میده و این حمایت بهداشتی و پزشکی که میکنه افراد رو بی‌نیاز میکنه از سازمان مجاهدین، و به قول معروف پس افراد میتونن بیان بیرون زندگیشون رو ادامه بدن. اومدن خب توطئه کردن این رو بستن، که حدود 8 ماه که این بسته شده و دیگه کمکی از این طریق به هیچ کی نمیشه، چه کمک‌های پزشکی و خدمات آنچنانی و چه ماهانه داده میشه. خب این باعث میشه که اینها یک پیروز میزن. آقای هرانی گفت که این جوهله رجوی پیام داده بود که بستن کمیساریا از بستن سفارت ایران در اینجا برای ما اهمیت و استراتژیک تره. چرا؟ این دلیل رو باید پرسید. این مگه چیکار میکرد؟ یکی چیزی که جدا شده بود این بهش پول میداد که با زندگی تو بکن، پول خیلی مختصری هم میداد، نه خیلی زیاد، 30,000 لیر، و این خیلی خدمات پزشکی. چرا؟ چون این افراد پس میتونستن روی پای خودشون بایستن و زندگیشون اداره کنن، خب این به نفع فرقه نبود. رفت اینجا رو بست که نفرات رو وادار کنه از این کشور برن، یا این که برن دوباره سر به پای این فرقه بذارن و بگن آقا ما محتاجیم به ما بده. یعنی این روش کاری بود که اینها انجام دادن و اینجا رو بستن و که افراد رو وادار به تسلیم و یا فرار از اینجا بکنن، که البته یه تعدادی حاضر نشدن دوباره سر تعظیم فرود بیارن و کار خودشونو میکنن، رفتن دنبال کارهای مختلف. آقای هرانی توضیح داد که کارهای سیاه میکنن و خیلی هم با شرافت زندگی میکنن، ولی سر تعظیم جلوی این فرقه فرود نمیارن. ممنونم از شما. اجازه بدید، چون آقای خورسندی لطف کرده و دوباره کامنت نوشتن که من منظور بعد نداشتم، این را به مجاهدین گفتم که شما را تروریست معرفی کرده، یعنی خجالت نکشیدند که عضو سابق خودشان را تروریست معرفی میکنند. مجاهدین تا زمانی که به فکر مردم و آزادی و دموکراسی بودند قابل احترامند، ولی از زمانی که تبدیل شدند به فرقه شخص خاص دیگر آن مجاهدی نبودند که مؤسس اولیه آنها آغاز کرده بود. در صورت ممنون و متشکرم از دوستان. و این
ماجرای رمسا و تعطیلیش و اینها باز برمیگرده به فقر کشور آلبانی و نفوذ مالی سازمان مجاهدین، و اگر سازمان مجاهدین هم دوست داشته باشه میتونه بیاد در این برنامه ها شرکت کنه و ما همیشه حق رو برای اینها رزرو کردیم، در حالی که حق پرسش رو هم برای خودمون رزرو میکنیم که بتونیم بدون هیچ خط قرمزی سوالاتمون رو بپرسیم. خب شما در این رابطه صحبتی دارید یا من سوال بعدی رو مطرح کنم؟ بله بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید، من در خدمتم. بله، میگن که انعکاس این مسائل شما در درون فرقه و نقشی که خود سران فرقه در این رابطه ایفا میکنن چگونه است؟ در نشست‌های خودشان چطور توجیه میکنن؟ قبل از اینکه این پاسخ بدید، آقای خورسندی میگه خب بعضی از شماها تا 2-3 سال پیش در سازمان بودید و این سازمانی که الان 13-14 سال هست رهبرش ناپدید شده، باید قانونا یعنی قاعدتا شما خبر داشته باشید کشته شده، زخمی شده یا هرچی. من اجازه بدین اینو به جای شما پاسخ بدم که وقتی که آقای خورسندی شما در یک جای بسته‌ای به نام فرقه و یک سازمان مخوف اینجوری زندگی میکنید، اینا همه مخفی میمونه و اینها هیچ کدوم قدرت حتی سوال نداشتن اونجا. چون من خودم اینو از آقای فیلابی پرسیدم دوبار، دو تا جواب مسخره داد. یکی گفت خب اگه بیاد که میکشنش، گفتم خب پس تمام رهبران این سازمانهای آزادی بخش باید برن قایم بشن. جوابی که از این مسخره تر بود گفت که خب سوربی جان این رفته عقب که خانمش مطرح بشه. گفتم آقای فیلابی مثل این مونه که اگه یه دزد به منزل شما حمله کنه، همسرتون صدا بزنه فیلابی جان بلند شو دزد اومده، شما بگی من فعلا اینجا قایم میشم شما برو. خب این دیگه خیلی مسخره بود. البته حرفای مسخره اینا خودشون متوجه نمیشن توی اون شرایطی که وجود داره. آقای خورسندی من دیدم اینجا این دوست ما رو آورده بودن زندان، درست کرده بودن با صندلی چرخدار، با اون همه پیچ و موره آهنی تو بدنش تو زندان نگه می‌داشتن. همچین که اینا از سازمان لیستشون از تروریست آمد بیرون، دیگه حتی به این زنگ نمی‌زدن. میگفت من زنگ می‌زنم آقای فیلابی جوابم رو نمیده. این میشه که سازمان تبدیل میشه به فرقه یا به قول آمریکایی‌ها کالت. و دقیقاً میتونید بیشتر در این رابطه اگه خواستید صحبت کنید. و آقای زمانیان از ایران سلام میکنن خدمت شما دوستان، ایشون هم خوشحالن که باز این برنامه ها ادامه پیدا کرده. بفرمایید درباره انعکاس این مسائلی که شما و دوستانتون به اصطلاح باهاش مواجه هستید که بیشترش هم سرچشمه میگیره از آزار و اذیت‌هایی که خود سازمان انجام میده. یعنی شما در حقیقت دارید عکس العمل نشون میدید. اگه اونا اینقدر عاقل باشن که عملی انجام ندن، شما ها ممکن بود الان هر کدوم به راه و زندگی خودتون میرفتید و تشکیل خانواده و تشکیل بیزینس و شغل و اینا. بگید که این سران فرقه در نشستهای خودشون چی میگن، از شما چگونه یاد میکنن. بفرمایید. بله، نکاتی در حرف شما بود که یکی این که هیچ وقت ما شروع کننده نبودیم. مثلا ما برای این نایمده بودیم که جنگی رو با کسی شروع کنیم، اومده بودیم دنبال زندگی خودمون، فقط دیگه نمیخواستیم در اون خیانت ها شریک باشیم. دومم این که گفتیم آقا دیگه تا حالا هرچی بوده ها مبارزه ای در کار نیست. من یادم روزی که میخواستم بیام بیرون با این جواد خراسان با معروف مرتضی اسماعیلیان اسم هستش، از آخرین دیدار رو که داشتیم که دیگه من تعیین تکلیف رو بیام بیرون، میگفتش که یه صحبت هایی میکرد، بعد گفت دلیل چیه؟ من گفتم خب مبارزه ای دیگه وجود نداره، ما اومدیم اینجا چی؟ اگه مبارزه وجود داره من بمونم دوباره مبارزه کنم. تو عراق هم که سالها بود مبارزه از بین رفته بود، ما دیگه داریم دنبال یه سری مسائل اصلا موهوم میچرخیم و اصلا مبارزه ای در کنیم. وقتی مبارزه کنیم میخوادی چرا اونم خب نه مبارزه و فلان و اینا، خب بحثی بود که من قبول نکردم. خب به هر حال گفتم نه دیگه مبارزه وجود نداره و باید رفت دنبال زندگی خودمون بریم، چرا ما تلف کنیم؟ اگه مبارزه که ادعا میکردیم که خب سال هاست دیگه اون مبارزه نیست و اون خط نیست و اصلا دیگه اینا دنبال این مسائل نیستن، دنبال فقط حفظ بقای خودشون و سازمانشون هستن. اون بالا خب دیگه مسلط بر همه، دنبال اینه خب خودش زنده بمونه و خودش حیاتش ادامه بده.
از جمله همین مخفی شدنش. خب خدایان یه رهبر که نمیره خودش مخفی کنه که دیگران رو بندازه تیر جلوی تیر و از این مسائل که خودش بسنده بونه کنی خودخواهی، حداقل در وهله اول برای هر فرد آزادی خودخواهی و خودپرستی است که خب این فرد این کارو کرده از روز اول خب که مسلط شد بر این سازمان و خودش و این خانمش خانم بجل این سازمان رو از دست همه در آوردن، همه کاره این سازمان شدن به اسم رهبر عقیدتی و بعدن رئیس جمهور منتخب، نمیدونم کی انتخابش کرد و برای چی انتخاب کردن که اصلا میخواد با کی حکومت کنه. این ملتی که دارن جون میکنن، زحمت میشن، اذیت میشن و این ملت رو داری انقدر خودت اذیت میکنی، میخوای بری برای این ملت حکومت کنی. حالا توی پرانتز، ولی اینا وقتی اینجوری شد اینها اون ماهیت خود پول از دست دیدن. همونطور گفتن مثل بدجونی که راه به جایی نداره یا آبی زلال جدیدی واردش نمیشه در خودش میمونه و میگنده، گندیده بودن دیگه. خب ولی حاضر نیستن از شعارهای قبلیشون انقدر شجاعت ندارن که بیان اعلام کنن آقا ما اشتباه کردیم، خطمون غلط بود، خب اشتباه کردیم، به خودشون انتقاد کنن و دوباره خط جدید و راه جدیدی اگه بلدن یا بر طبق معیارهای جهانی یا با مرو معیارهای جدیدی که میشه این خط رو ادامه داد یا به قول خودشون مبارزه رو ادامه داد در اون معیارها سوار بشن، مصر وایسادن این که نه خب اشتباه نکردیم، خطمون درست بوده. الان دیدیم شما میدونید که یه سری شعارهای موهوم به نام کانونهای شورشی. کانون شورشی یعنی چی؟ اول اینکه این شعار اصلا در این زمان اصلا معنی نداره، این یک خطی بوده، شعاری بوده در نمیدونم 50-60 سال پیش انقلاب کوبا و چکوارا و فیدل کاسترو که یه شرایط خاصی وجود داشته براشون که همه میدونن میتونن بخونن. الان اصلا کانون شورشی کجاست؟ چه کاره الان تو کانون شورشی؟ تو ایرانه، تو عراقه، تو لبنانه، کجاست این کانون شورشی؟ چه کار میکنه؟ کیا هستن؟ این ها موهوماتیه که میسازن و دیگران رو هر دفعه یه چیز رو مطرح میکنن. یه بار میگن لیبرتی پل عبور از عراق به ایران هست و پل پیروزی است، از این حرفا بعد باید لیبرتی رو چسبید، بعد لیبرتی رو ازشون میگیرن یا از دست میدن چون بیکفایتی این هاست. میان میگن خب اشرف سه در تیرانا یا توی همین کشور اشرف سه پایگاهی است که به قول معروف خط پیروزی ما رو پیش میبره، خب نیروهای انقلابی حفظ بشن تا بتونن در زمان مشخص و منقضی اقدام کنن و آن چنین کنن و چنان کنن. خب اینها نه اینکه اول اینکه ماهیت خودشون از دست، دوم اینکه خط خطوطشون به گل نشست، یعنی خط خطوطی که شجاعتش هم ندارن که بیاد بگه خط خطوطمون غلط بود. و دیگه کی در زمان فعلا دم از حرفایی میزنه که 50-60 سال پیش با کلی توجیهات کسی باورشون نمیکرد، در زمان فعلی که دیگه اصلا سوختن، عین با معروف چیزهای نخنما، شعارهای نخنمایی که اصلا دیگه کسی باورشون نمیکنه، دنیای ارتباطات هست. نه اینها نیاز به بحران سازی، شلوغ کردن فضا و بعد تو این فضای شلوغی که میکنن در جایی که زندگی میکنن شلوغش کنن، فضا رو خراب کنن و عین هم مثال ایرانی که میگن آب رو گلالود کنن تا ماهی بگیرن. اینا اینجا فضا رو، خب آمریکایی که نیست، اینجا منطقه نفوذ آمریکاست، هوا اینا رو هم داره ولی خودش مستقیم که دخالت نمیکنه، هوا اینا داره. اینا میخوان برای حفظ بقای خودشون اینجا رو شلوغ کنن. ما ها که حرف میزنیم خیلی وقتا هم ناچاریم جواب اینا رو بدیم، حرف میزنیم یک گوشه‌ای از ماهیت کسی توی اینا بیرون میفته، چه که جنایت ها، چه کثافت ها و چه کارهایی کردن، خب بهشون بر میخوره. بعد اینا متأسفانه فرصتی میشن که در یک جایی خبری پخش بشه، اینا بیان سوارش بشن، بحرانی بسازن، شروع کنن تا جواب اون داخلی هاشون رو بدن که این داخلی که در حال ترکیدن هست این سازمان، که این افراد که چی شد، چه نشد، چرا استراتژی از این چه استراتژی ما داریم برای آینده، مثلا این کانون شورشی معنیش چیه، یه چیز موهوم و نمیدونم چطوری میتونن توضیحش بدن برای داخلی ها که آیا روز روزگاری اگر ملت به جایی رسید که قیام شد بعد این کانون شورشی سمت سو میدن جامعه رو، بعد ما وارد میشیم که این خودتون میدونید که یک سری پوشال هست و هر بچه دبستانی الان به این حرفا میخنده و میگه بابا جون خجالت بکشید این چه حرفاییه، اگر نمیتونید بیایید شجاعانه بگید نمیتونیم، برید کنار و بذارید ملت راحت باشن، اگر هم که حرف جدیدی دارید بیایید بزنید. خب اینها تو این فضا میان، حالا ما اینکه گاهی حرفی میزنیم به پر عبای اینا بر میخوره، ماهیت قسمتی از ماهیت این افشا میشه، دنبال فرصتی هستن که بر علیه ما
هر کاری بکنه، از جمله مثلا همین رمسا رو بستن که ما بتونیم ناچار بشیم جدا شدگان از این کشور برن، یا برن سر به آستان اینا بسن و دوباره تعظیم کنن و قبول کنن شرایطی که اینا هر جور اینا میگن زندگی کنن. خب بعد دنبال فرصت هست، فرصتی که پیش میاد اینا خب به هر حال با پلیس اینجا کار میکنن، پول فراوان و رشوه هایی که میدن قسمتی از مقامات اینجا در جلسات اینا شرکت میکنن، اصلا جلساتی که اینا تو اشرف میزنن بعضی مقامات اینجا میرن شرکت میکنن و پولی میگیرن. و خب آقای هرانی گفتن مثلا پولی که اینا میدن مثلا یه پاکتی که تو در نظر بگیر تو آلمانی 10000 یورو توش گذاشته باشی به یه مقام بالایی بدی، این طرف باید چند سال جون بگنه تا 10000 یورو در بیاره، یه دفعه در از این یک رو 10000 یورو در میاره، بعد 2 ساعت وقتش میگذره هم غذایی میخوره هم تفریح میکنه هم سواری میده بعد یک پولی هم میگیره. خب اینا این کارا رو میکنه. چند وقت پیش یک پلیس آلبانیایی شما در جریان رسید، پلیس آلبانی طبق خبری که من معلوم شد که خود اینا هم ساختنش، فردی وجود داره به نام فکر کنم علیرضا نفاج‌زاده که این با این فرقه در ارتباط هم بود، این هم با خودشون هم رابطه داشت، می اومد اینجا میرفت دنبال مادرشون که در فرقه بود و بالاخره مثل این که توانست که مادرش رو از فرقه جدا کنه و از این کشور ببره. خب اینا بهشون برخورده و به قول معروف اومدن برنامه پرونده سازی کنن. این که اصلا حتی واقعا بعضی چیزاشون درسته و اون فرد کیه ما اصلا کاری داریم نه رابطه‌ای داریم و نمیتونیم تایید یا تکذیب کنیم. خبر شدن که یه شاخه یک هسته تروریستی یعنی یک کروکی دادن که این افراد یکی در ترکیه یکی در فلان، یک کروکی هستن که هسته تروریستی هستن. قبلا یه خبر اینجا بود که قرار بود یه بمب اینجا مطرح بشه منفجر بشه بر علیه مجاهدین، بازم معلوم نشد کی قرار بود اینو منفجر کنه، کیا بودن، کجا، چطوری، آیا کسی رو گرفتن، بمبی در کار بود یا اینکه یه شایعه ای بود، فقط اینکه یه پرونده ثبت بشه. دیدی میرین پلیس مثلا شکایت میکنه که فقط ثبت بشه، اینم اینو ثبت داد، اینم آورد در این پلیس اومد اینو اعلام کرد که یه شاخه ای ما پیدا کردیم. حالا این شاخه کجاست، چرا دستگیرش نمیکنید، آیا کسی رو گرفتید، هیچ جوابی نداشت بده. پشت سر این خب اینا منتظر فرصتن که خبری رو بشنن بیان سوار اون خبر بشن. در جا اومد گفت های ایداد ای بیداد، اگه شما میگید هسته تروریستی هست، اگر رژیم ایران هسته های تروریستی به این کشور میفرسته، پس بیایید ما رو بلدیم، بیایید ما بهتون نشون بدیم. بعد اسم آورد که اینا هم تروریست هستن، اینا هم پس اینا رو هم بگیرید. بعد تو تلویزیونشون اعلام کردن که ای هموطنان این کمیسیون صلحشون که مهدی ابریشمچین مسئولشه، هنوز مثلا اینا وزرایی که ده 20 سال وزیر نمیدونم مختلف هستن، وزیر صلح و وزیر کار و وزیر اعضای شورای ملی مقاومت یا البته اعضای مجاهدین که هستن که بدن شد، خب برای خودشون وزیر وزرا هستن تو دستگاه خودشون، اعلام کرد یا ادعای داد که آی هموطنان در اروپا این افراد تروریست هستن، اسامی خیلی از ماها داد که هر جا اینا رو دیدید تلفن بزنید پلیس بگیرتشون. حالا به چه جرمی؟ خب اینا تروریست هم فلان، چسبون به اون خبری که پلیس اینجا اعلام کرده بود. دو سه روز اول البته خب این خبر که یه پلیس مقام بالای آلبانی بیاد ما هسته تروریستی پیدا کردیم یه شوکی به جامعه میده، ولی یکی دو روز خوابید. ما هم رفتیم جواب دادیم، بعضی خبرنگارا اومدن آقا این چیه قضیه، ما جواب دادیم آقا یه سابقه هم اینه، اگر واقعا تروریست پیدا کردن خب برن بگیرن، مثلا شما به عنوان خبرنگار از این پلیس و این مقامات و این مجاهدین بپرسید اگه تروریست بلدی به ما نشون بدید ما بریم بگیریمشون، تروریست بعد دستگیر کرد بعد بره زندان نباید آزاد باشه. ما صحبت‌های مختلفی با بعضی خبرنگارا خب چیز شدن کنجکاو شدن، سوال کردن و با ما صحبت کردن. خب ما هم یه سری مسائل گفتیم، از جمله پروسه خودمون رو گفتیم، ما توی سازمان بودیم، این علی صفوی کی هست اصلا، چطوری اومد این حرفو زده، حالا یه فردی بخود من اسم ما رو آورده، ما هم حق پاسخ داریم. از جمله یه سری حرفا و گزارشاتی در این رابطه پخش شد که این مسئله شاید به نوعی برگشت به خود این فرقه و این فرقه نمیدونم الان چی فکر می‌کنه توی داخل خودشون. قسمت دوم سوال شما، البته خب با این خبر سازی ها و این جف سازی هایی که میکنن بعد این خبر رو میبرن پخش میکنن، خبر حالا مال خودشون یه مصاحبه بوده سخنگوی خودشون هم گفته هیچ که این تایید نکرده، میبرن داخل دیدی ما اینا رو به عنوان تروریست ثبت کردیم، دیدی اینا الان فلانن، بعد اونی که داخله میترسه فکر میکنه که علی آباد هم شهریه و واقعا آره اینا گرفتن، اینا تروریستن، اینا در خطرن، اینا رو میخوان دستگیر کنن، اینا اینجوری هم رسایش خبری نیست، یه کسی یه صحبتی کرده اسم چند نفر رو آورده از روی نامردی و بی غیرتیش که خودش سابقه خودش رو
آورده چسبونده به ما. و اگر ما تروریستیم تو فرمانده ما در عراقاتی بودیم، مگه تو فرمانده دسته تان نبودی در کشتار بردم و کرد شرکت داشته؟ ما میشناسیم تو. اگر ما تروریست هستیم، اگر الان تروریست شدیم، امکاناتمون که خب بگید پلیس امکانات وسیله به قول معروف یا هر چیزی سند دارید، مدرک دارید، چیز به پلیس بگید به ما. ولی وقتی هیچی نیست، پلیس هم مقدمه نمی‌کنه، اینا بور میشن و سر جاشون میشنن، بعد میبینن به ضرر خودشون. بیشتر مصرف داخلی داره که بگم دیدی حالا کسی که اون نفر داخلی خودشون هم که با دنیای بیرون و رسانه‌ای به کار نداره که بفهمه که اینا چی جواب گرفتن و به چه نتیجه رسیدن. فقط میگن ببین پلیس اینا رو، پلیس اصلا اسم کسی رو نبرده، اسم کسای دیگر رو آورده. فقط گفت ما یه هسته تروریستی داره اسم چند نفر هم که دیگه اصلا توی این کشور نیستن اینا. اینا اومدن اسم ما رو آوردن چسبوندن که آقا ما اینا رو بلدی، اینا هم هستن، کسی اصلا تحویلشون نگرفت. ولی همین رو به عنوان یک باب و برمرو پیروزی میبرن تو داخل به بقیه نشون میدن که دیدی چی کارشون کردیم، دیدی فلان کردیم، اینا در حال دستگیری هستن. اینجور خبران نیست که داخلی ها رو بترسونن، بلکه بیشتر بمونن و پابندتر بشن. اینا فقط مصرف داخلی دارن. ممنونم از شما. متاسفانه به پایان وقت رسیدیم و بازم از دوستان میخوان که اگر مایل هستن در برنامه شرکت کنن، حتما با کانون آبا و دوستانی که تو برنامه مختلف میبینن تماس بگیرن تا ترتیب به اصطلاح در برنامه بودنشون داده بشه. هفته آینده جمعه یه برنامه بسیار جالبی داریم که سعی میکنم نگم بهتون، به صورت سورپرایز باشه. ولی در رابطه با اینکه شماها در سازمان بودید و میدونید که رجبی زنده است، مرده است، زخمی شده و اینها، دوستان نوشتن که در اشرف وقتی که نفرات برای مصاحبه با کمیساریا میخواستن برن، از مسئولین سوال میکردن که اگر از ما پرسیدن مسعود کجاست چی جواب بدیم؟ میگفتن بگویید نمیدانیم، ولی مسعود در قلب ما هست. آقای زمانیان هم باز از ایران تشکر کردن و کانون آوا هم پاسخ دادن که در رابطه با پرسیدن این که مسعود کجاست، این به اصطلاح یک تابو بود و نمیشد. آقا شما اگر پیامی صحبتی دارید بفرمایید تا از شما هم خداحافظی کنیم، بهترین ها رو براتون آرزو کنیم تا برنامه های آینده. خیلی ممنون که با ما بودید. بفرمایید. بله خواهش میکنم. از شما هم تشکر میکنم به خاطر وقتی که دادید که ما بعضی مسائلمون رو مطرح کنیم و هموطنامون و بینندگان شما در جریان امور باشن. اگه راجع به زنده بودن یا نبودن رجوی، راست میگن توی مجاهدین حتی گاهی به طور اتفاقی هم اگه سوال غیر مستقیم هم پرسیده میشد که مثلا اون چون داخل میگن برادر کجاست یا با من، در جا حساسیت ها بالا میرفت. این حرف امنیتیه، چه خجالت بکش، امنیت رهبری رو خطر ننداز، اصلا این سوال چرا تو ذهنت، چه کار داری، کجاست؟ و مسئله از این قبیل اصلا ورود ممنوع بود، خط قرمز بود کسی اصلا سوال کنه یا بدونه. این که زنده است یا نه، خب ما که نمیدونیم، ما که ندیدیم. شاید پیام هایی به زبان های مختلف از قله ای پخش میشه توی دقیقه که انگار زنده است. این که زنده باشه یا نباشه هم که تفاوتی نمی کنه. این زندگی خفتبار و این زندگی ننگالود و ننگ خوانانه ای که اینها پیش گرفتن، پیشکش خودشون، زنده یا مرده شون. ضمناً نکته دیگه، ما از تمام مطبوعات چه ایرانی فارسی زبان و چه مطبوعات دیگه‌ای که میتونن به کیس ما کمک کنن، خواهش میکنیم که به ما کمک کنن و مسائل ما رو پخش کنن، مسائلی که فرقه برای ما دردسرهایی که میسازه یا مشکلاتی که ما داریم رو مطرح بکنن. و از تمام سازمان‌هایی که به نوعی میتونن به ما کمک کنن، چه مادی و چه مطبوعاتی، هر جوری که میتونن تقاضا داریم که به ما کمک کنن و به هر صورت که میتونن ما یا از طریق کانون آوا یا از طریق شماره تلفن های ما یا از طریق فیسبوک های ما بتونن با ما تماس بگیرن که کمک هایی که دارن با ما بکنن، مسائل ما رو گسترده در انعکاس بدن که ما بتونیم کارمون ادامه بدیم. و انشالله که نتونن اینها خطشون پیش برن، خط خواننشون پیش ببرن و ما زندگی خودمون بکنیم. اگر هرچی هم راجع به حقایق و واقعیت هایی که بر ما گذشته، من بارها در مقالاتی که می نویسم، گاهی گاهی مقاله می نویسم یا گاهی جایی صحبت می کنم، بارها گفتم اگر مجاهدین، هر کدوم از مجاهدین، هر جا فکر کردن من حرف دروغی زدم، بیان بگن آقا این حرفش دروغ بود. چون ما خاطرات خودمون رو به طور خلاصه تازه می نویسیم و
تازه خیلی از فاکتور رو خلاصه میکنیم که به دیگران که داخل فرقه هستن ضرری نرسه یا صداش نکنن، اذیتش نکنن. این بهشون بر میخوره، ولی واقعیت بهشون میفتن. اگه دروغ میگیم بیاید بگیم آقا این دروغ میگه، چون ما واقعیت رو میگیم. آقا زندگی من اینجوری بود، این کار کردم، این کار رو نکردم، اینجوری به من گفتم، من بهشون اینجوری گفتم. هیچ دروغی در کار ما نیست، آنچه مینویسیم واقعیت. تا حالا هم نتونستن بیان بگن این شخص دروغ گفت، دروغی نوشت. فقط مجبورن بگن خب حالا که این حرف میزنه یک حالت فرافکنی، آیا این مزدوره، آیا این پول میگیره برای این کارا، آیا کی به ما پول میده برای این چیزا. ما ناچارن از خودمون دفاع میکنیم و حقایق خودمون رو مینویسیم که مطلع باشن و بدونن که این فرقه چه جنایتکار و مافیایی هست و آینده در آینده اینو بهتر بشناسن. و به هر حال حق ملت هست که راجع به هر کسی که در زندگی و تاریخش نقشی میتونه یا داشته یا میتونه داشته باشه اطلاعات داشته باشن. اطلاعات چه بهتر از طریق مایی که در این فرقه بودیم و سالیان عمرمون رو دادیم به این فرقه و خیلی هم مسائل رو به طور واقعی بیان میکنیم. بارها بهشون گفتم به این اعضای فرقه اگر فکر میکنید فلان حرف من دروغ بود، بیایید بگید فلان کس در فلان جا دروغ گفت که نتونستم تا حالا. بسیار ممنون، تشکر میکنم و از همه از شما و همه بینندگان محترمتون خداحافظی میکنم. ان شاء الله که هم هر جا باشید موفق باشید. شما هم همینطور، به امید اینکه آینده بهتری در انتظار شما و دوستان باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. ممنون. خداحافظ. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، آقای موثقی هم آمدن، ولی خب دیر آمدن. میتونن برنامه رو روی فیسبوک، روی یوتیوب و بازپخش این برنامه هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com پخش میشه تا جمعه هفته آینده، که یه برنامه خیلی مهم و استثنایی برای شما دارم و بهترین ها رو برای شما ها آرزو میکنم. امیدوارم شما هم از تلویزیون مردم بتونید استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسانید. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و فردایی روشن‌تر. مرسی.